درود آقای محمد برجی عزیز، احوال شما؟ مرسی، ممنون. من سلام خدمت شما میکنم. خیلی ممنون که منو دعوت کردین. من در خدمت شما هستم. هر سوالی که هست با هم صحبت میکنیم. ممنون که پذیرفتی. خب از چیزی که هنوز ازت نپرسیدم، چند سالته؟ من بهم نمیاد ولی 37. آره واقعا متولد 1983. ماشاءالله خوب جواب مودی. من فکر کردم که هم سن سال خودم باشی، یعنی 30 سال و اینها. آها، من یه خورده جوان‌ترم میزنم کلا، ولی خب اینو رژیمی که جینی کم که گرفتم و وزن کم کردم باز دوباره جوان‌تر. یعنی همه میگفتن که انگار شما دارید دنده معکوس داری میری، همه پیر میشن داری جوان‌تر میشی روز به روز. آره این فیلمو من ندیدم، ولی یه فیلمی هست هولوش 10 سال پیش اومد، بنجامین باتن. آره مورد عجیب بنجامین باتن. آره شما الان دنده معکوس داری میری جوان تر میشه. دقیقا منم مثلا از زمانی که شروع کردم 27 سالگی بود، از وقتی که شروع کردم جوان تر شدم، بعد حالم داره هر روز بهتر میشه. بعد شما چه سالی چه سنی با رژیم آشنا شدی؟ من فکر میکنم دقیقا 2017 بود، میشه فکر کنم 90 و شیش. یعنی 4 سال پیش شد. آره 96 میشه، 4 سال پیش بود، سپتامبر 2017 بود دقیقا. چون یادمه، چون که بخاطر اینکه توی شهریور تولد من بود و چند روز بعدش تولدم بود و من با این رژیم آشنا شده بودم و انقدر برام جالب بود و کنجکاو بودم و میخواستم، علاقه من بودم که شروع بکنم، که حتی اینجوری نکردم که بگم بذار تولدم حالا بگیرم کیکم رو بخورم از شنبه شروع میکنم. اولین تولدم یعنی 2 روز بعد از شروع رژیم بود و دیگه واقعا نمیتونستم تحمل بکنم که بخوام حالا بگم بذار بعدا، انقدر برام خوب بود و جالب بود. جالبه. منم اولین سالی که پس از آشنایی با رژیم بود، تولدی که گرفتم، دوستام اومدن هرچی خودشون کیک رو به من تعارف میکردن، کیک رو که خودم گرفته بودم نمیخوردم. بعد میگفتن چرا به خود سختی میدی، امروز رو بیخیال. میگفتم واقعا سختی نیست، اصلا هیچ میلی به کیک ندارم. البته روزای اول سوم فکر میکنم سخت بود واسه، یعنی باید یه اراده ای میذاشتی که نخوری. اینجوری بود؟ بله، دقیقا همینطوری بود. روزای اول خب سخت بود. البته من خودم مثلا شخصا میلی انقدر به شیرینی و شکلات، و شکلات چرا، ولی شیرینی و نمیدونم کیک و شیر و اینجور چیزا خب نداشتم و خیلی راحتتر تونستم کنار بذارم اینا رو. من خودم به همه میگم که یواش یواش شروع کنید رژیم رو، چون میدونم که مردم چقدر واقعا میشه گفت اعتیاد دارن به اینجور چیزها. ولی برای خودم یه روزه گذاشتم کنار همه رو، یعنی از صبح که بلند شدم دیگه شیر و نون و اینجور چیزها رو گذاشتم کنار. حالا اون عوارضی هم که میگن مثلا کتو فلو و اینجور چیزها خیلی کم داشتم، چون که واقعیتش اون زمان خیلی اطلاعات زیادی به فارسی پیدا نمیشد. خب اون زمان که میگم مال 4 سال پیشه، ولی خب واقعا تو این 4 سال خیلی کتوژنیک رشد کرده. برای اون زمان به مطالب فارسی پیدا نمیشد یا آدمایی که فارسی این رژیم رو بیان بکنن نبودن. من همه اطلاعاتم از روی سایت‌های انگلیسی بود، حالا مطالب مختلفی که پیدا می‌کردم. بنابراین فکر کنم که استارت هم درست بود، خیلی خیلی درست تر بود. و چون مطالب انگلیسی عمدتاً یکسانن و یک متحدن و یک حرف رو میزنن همشون، شما کمتر دچار سردرگمی میشید. ولی توی مطالب فارسی که الان هم هست و الان هر کس ماشاءالله یه دونه مربی شده بر خودش، خیلی شما چند دستگی میبینید. یکی میگه پروتئین بخور، یکی میگه بیس رو بذار روی چربی ها، یکی میگه اینو بخور، یکی اون میگه نخور، و آدم گیج میشه و نمیدونه اصلا از کجا شروع بکنه. ولی خب من بیس مطالبی که شروع کردم فکر کنم خوب بود. یکی دو تا سایت رو نگاه کردم و شروع کردم رژیم گرفتم و خیلی خوب بود برام. خب چه سایت هایی بخواهم؟ چه سایت هایی و چه مثلا ویدیو یوتیوبی رو میدیدی؟ چه منابع رو استفاده میکرد تو انگلیسی؟ روزای اول واقعاش فقط سایت ruled.me بود. سایت چی؟ خیلی کامل
ruled.me R-U-L-E-D dot M-E ruled.me okay. این خیلی خوب بود که این که چیزی که تو ذهنم بوده، ولی خب به صورت حالا گوگل کردم سایت‌های مختلف دیگه رو نگاه می‌کردم، فکر می‌کنم حتی کیتو دایت اپ بود اون زمانم خیلی استفاده کردم ازش. این چیز اسم شاخصی که تو ذهنم مونده این دوتاست، ولی خب دیگه عمده چطور از توی مقالات مختلف حالا پیدا می‌کردم. بعد الان اون منابعی که استفاده می‌کنی اونا رو هم معرفی می‌کنی؟ کدومشون رو ترجیح میدی؟ کدومشون رو بهتر میدونی؟ الان منابعی که استفاده میکنم بازم اکثر مطالب خارجی هستن، چون این علم کلن کریجنیک در واقع خارجی هستش، من دوست دارم که این از سورسش بگیرم و متاسفانه تو ایران هستن دوستانی که دارن کار میکنن روی این قضیه، حتی اون زمان هم که من شروع کردم بود، ولی بعضی از این مطالب میگم دچار آدم سردرگمی میشه. الان مطالبی که استفاده میکنم خودم خیلی الهام میگیرم، مثلا از آقای دکتر مایک ماتزل، دکتر کمبری، جیسون فانگ، اینا واقعا هم زبونشون رو راحت متوجه میشم، خانم لیان بوگل حالا بیشتر صحبت میکنه، ایشون برای خانم ها مطالب بیشتری داره، ولی خب چیزی که زیاد گوش میدم واقعا از لحاظ فکر میکنم که فکری بهش نزدیک باشم دکتر مایک ماتزله، یعنی خیلی خوب صحبت میکنه، یعنی بعض وقتا میگم اصلا داره حرفای منو میزنه انگار. حالا جالب، من مایک ماتزل رو نمیشناسم، از اسمی که گفتید خانومه رو فکر میکنم میشناسم، اخیراً ظهور پیدا کرده مثلا یک سال اخیر درسته؟ لیان بوگل؟ نه لیان بوگل خیلی بود اون زمان بود، اون دکتر باز هست که تو ذهن دارم. اوکی. سه چهار تا کتاب خیلی خوبم داره. آره کتابای علمی، نه حالا کتاباش بازی، چون کتاباش بازی همه مینویسن، ولی کتابای علمیشون خیلی هم دوست دارم کتابا رو داشته باشم، واقعا حیفه که تو ایران نیست و کسی هم نمیره سمتش ترجمه کنه، و یا اگر ترجمه بکنم من فکر می‌کنم وزارت بهداشت و وزارت نمیدونم اینجور سازمان‌های بالادستی مانع چاپ اینجور چیزها میشن، چون که به هر حال داره یک چیزی رو تبلیغ میکنه که کاملا مخالف باورهای عمومی شاید 200 سال اخیره، که شما چربی بخوری یا مثلا کلسترول چیز بدی نیست دیگه، و اون حالا وحشتی که از کلسترول بود توی این کتابا کاملا برداشته میشه و حتی توصیه هم میشه که آقا شما کلسترول هم بخور، مشکل در واقع چربی ها نیستن، در واقع اون شوگریه که شما دارید میخورید که اون چربی خطرناک میشه، وگرنه بار سال داریم میشه چربی میخوریم و سالمتر از قبلمون هستیم. آره مثلا دکتر کمبری رو من مصاحبهش رو دیدم با تام بیلیو که مثلا میگفتش که من کلسترولم روی 360 و هر کس که میگه من کلسترولم اومده بالا، رژیم کتوژنیک رو شروع کردم الان بعد از مثلا 3 ماه کلسترولم اومده بالا، اولین سوالی که ازش میکنم اینه که تریگلیسیرید چنده و اگر اون پایینه و این بالاست قاعدتا درستش همینه، چون که وقتی شما چربی میخوری چربی توی خونت جاری میشه و کلسترولت میره بالا و این چیز بدی نیست، و میگم هر مثال میزنم میگم آقای دکتر مایک ماد دکتر کندگی مثلا میگه من 360 کلسترولم و این خیلی ایدئاله برام توی اون سن. آره توی اون سن که فکر کنم هولوش 50 سالی باشه. من از اسمی که گفتی کنبری رو خیلی میشناسم، خیلی هم بهش ارادت دارم توی پادکست های مختلفم که بیرون دادم، هم به ویدیوهاش ارجاع دارم هم به بخشای از کتابش Lies My Doctor Told Me. آره این خیلی زبان طنزی هم داره، هم توی ویدیوهاش خیلی آدم شوخی هست و خیلی زبان خوبی داره، خیلی زبان گیرایی داره، هم توی کتابش هم باز همین سک رو دنبال میکنه. مایک ماتزل رو من نمیشناختم، حالا حتما جستجوش میکنم. جیسون فانگ هم اخیراً یه کتابی نوشته، عنوان کتاب آخرش یادم نمیاد، ولی یکی از کتابای مهمش The Cancer Code هست. بله. اونو خوندی؟ چند تا داره که با کود آخرش تموم میشه، Obesity Code، Cancer Code و اینجور چیزا، این شکلی هم. آخری که اومده در مورد کانسر و ارتباطش با کیتو، البته قبلا یه کتاب دیگه منتشر شده بود به نام کیتو ان کانسر با خانم دکتر میریام کالامیان، من اونو تونستم 20 صفحه اولش توی اینترنت به صورت آفلاین پیدا کنم بخونم،
خیلی اطلاعات خیلی خوبی داشت، ولی خب یک کتاب کامله و دوست دارم اینا رو تهیه کنم برای اطلاعات عمومی خودم داشته باشم، چون واقعا الان دیگه کتوژنیک دیگه برای من حتی لایف استایل هم دیگه نیست. رژیم که قبلا رژیم بود بعدا شد لایف استایل، ولی الان دیگه شده ریلیجن شده برای من، یعنی شده انگار یک دینی شده برای من، چون که دوست دارم اینو کامل بدونم که چه اتفاقی داره میفته پشت پرده و این کتوژنیک تا حالا کجا بوده. و چون میدونید وقتی آدم زیاد عذاب میکشه از اینکه هم خودت مریضی در صحت متابولیکی بدی داری و افراد رو میبینی که چقدر هزینه میکنن بابت اینکه دارو بخرن و مشکلات دارن، هر روز دنبال دکتر خوب میگردن. یه عادتی که ما ایرانی ها داریم اینه که دنبال دکتر خوب میگردیم، هر کس هر دکتری که نسخه بهتری برای شما بنویسه یا پرپیمونتر باشه، مثلا داروهای بیشتری بنویسه، فکر می‌کنم اون خیلی دکتر خوبیه. میلیون ها تومان خرج میکنن واقعا برای هر ویزیتی که مشکلات ساده ای رو حل کنن که فقط با تغییر غذا میشه اینا رو تغییر داد. حالا یک شعاری هست که میگن که food is the medicine، یعنی غذا داروی شماست و میتونه این شکلی باشه. و اصلا من میگم حتی شما غذا اگر بخورید حتی نیاز به دارو هم ندارید، یعنی اصلا نباید غذا رو به عنوان دارو تفسیر کنید. یه خوبی که کلمه فارسی غذا داره، خب حالا این عربی و فارسی، ولی به هر حال این سه حرف غذا از مغذی میاد. خب و ما میدونیم الان که در سطح سلولی باید مواد مغذی به سلول باید برسه تا بعدن بتونه اون فانکشناشو داشته باشه، بتونه کارشو درست انجام بده و سلامت باشه. در صورتی که مثلا شاید کلمه انگلیسی فود شاید خیلی نتونه ربطی به نوتریشن نداره. دقیقا آره، چون که مغذی مثلا نوتریشنست میشه، ولی خب واقعا غذایی جوری شده یه ابزاری برای فقط اوقات گذروندن و لذت بردن و فان شده، بیزنس شده، صنعت شده، صنعت شده، ولی خب آره دست داده. من مخالف این نیستم که کسی از غذاش لذت ببره ها، با عکسای خوشگل یا تزیینات و اینجور چیزا مخالفتی ندارم اصلا. میشه شما از غذا لذت هم ببرید، ولی اینکه کلا غذا رو بذاریم بیس لذت، خب یعنی آدمیزاد میتونه لذت‌های مختلفی توی زندگیش تجربه بکنه، خب انواع لذت‌ها داریم، ولی ما انگار ذهنمون بسته شده روی لذت از غذا. مثلا میخوایم بریم بیرون یه دوری بزنیم، با بچه‌ها جمع بشیم، بریم فلان جا یه چیزی بخوریم، وایسیم اینجا یه چیزی بخوریم، تو راه داریم میریم شمال، فکر این هستیم که چی ببریم با اونجا به خودمون بخوریم. ولی شما میتونید با یه کتاب خوندن هم میتونید لذت ببرید، میتونید از غذا دادن به یه گربه هم لذت ببر. اینا لذت هاییه که توی بدن ما، توی ذهن ما کم کم رنگ باخته و فقط جاشو غذا داده. چرا؟ چون میدیا رسانه داره اینو خیلی تبلیغ میکنه روش و هر روز شما چیزهای مختلف در مورد غذا میبینید و رسیپی های جدید میبینید، از گیرهای جدید میبینید. خوبه، غذا خوبه، شما لذت ببرید. من خودم میرم بیرون غذا میخورم، میرم بیرون قهوه میخورم برای لذتش، برای محیط کافش، اینا اوکیه. ولی اینکه مثلا شما زندگیتون رو بر مبنای قهوه بذارید، خب هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه، ولی ما این کارو کردیم متاسفانه. این شکلی شده زندگی، حداقل توی 50 سال اخیر این شکلی شده. غذا یه چیز حاشیه‌ای بوده، یعنی یه چیزی بوده که شاید اولویت دهم یه نفر آدم بوده. وقتی صبح بلند میشد از خواب، اصلا دغدغش این نبوده که الان من صبح پاشم الان اوتمیل مثلا فلان چیزمو بخورم، با شیر قاطی کنم با آب پرتقال و پنکیک پر از آرد و شوگر که بخوام یک روز پر انرژی رو مثلا شروع کنم. خب این چیزی که تو تبلیغات شما میبینید، هر بیسکویتی هر پنکیکی روز پر انرژی، در صورتی که این شکلی نبوده. واقعا بشر اون موقع اینقدر مشکلات داشته که صبح که از خواب بلند میشده فکر این بوده که حالا مثلا گاور رو بدوشه، یا اصلا وقت غذا درست کردن نداشته و میگشته ببینه که آیا میره توی اون لونه مرغه ببینه که آیا مرغه تخم گذاشته امروز، من دو تا رو بشکنم بخورم. و درگیر اینجور چیزها نبوده توی ذهنش، ولی الان ما میبینیم که مثلا مادرها اینقدر نگران بچه‌ها هستن که وای صبح داری میری مدرسه، مثلا این کتابو با خودت ببر، این بیسکویتو با خودت ببر، اینو بخوری حتما، زنگ تفریح حتما این میوه رو بخوری. اینا با اینکه مهربانانه هستن این توصیه ها، ولی خلاف عمل میکنن. یعنی دوستی خاطر هستن ست بای دیفالت بچه. خب پیشفرض آدمیزاد اینه که چیزی نخوره صبح، نه صبح بخوره، نه حتی نیمچاشت بخوره بین هر، یعنی میدونید
شما یک کلاس مثلا یک ساعته دارید، بعد یه چیزی میخورید، دوباره یک کلاس یک ساعته دارید، دوباره زنگ تفریح یه چیزی باید بخورید، و همین میشه اون 6 وعده در روزی که میگن. از اینجا مشکل شروع میشه. و اگر بچه‌ها، اگر مادرها یاد بگیرن به بچه‌هاشون اینقدر زور و اجبار نکنن که غذا بخورید، غذا بخورید، بلکه غذای سالم بخورید. مثلا اگه شما ساعت 10 11 میخواهید یه چیزی بخورید، اتفاقا زیر کامنت های دکتر بری همچین صحبتی شد و من ازشون خودم شخصا پرسیدم، گفتم آقا اگر شما میگید که مثلا بیاید این جانک فودا رو بذارین کنار، بیسکویت اینجور چیزا رو بذارین کنار، برای یه بچه شما چه پیشنهادی میدید؟ وقتی میگه رژیم اونم که کارنیور دایت داره، خب من نمیتونم بیکن با خودم ببرم تو مدرسه بخورم یا بدم به بچه‌م بخوره. ولی مثال خیلی خوب زد، گفتش که شما میتونید پودینگ چیا درست کنید و اول صبح اینو به بچه‌تون بدید بخوره، یا مثلا مغز از مغزها میتونید توی جیبش باشه. من یادم میاد که بچه که با بودیم همین جوری بود، یعنی مادرمون قبل از اینکه الانقدر پسته و بادوم اینجور چیزا گرون بشه برامون اینجوری رول میکردن و یا تو پلاستیک حالا میریختن، ما گردو بادوم میخوردیم، حالا یه مقدار کشمش و نخودچی. خب یعنی متابولیسممون اونجوری بود که میپذیرفت این چیزها رو، نه اینکه مثلا من با خودم ساندویچ کالباس ببرم یا برم اونجا بگم خب حالا یه دونه ساندیس و مثلا نوشابه با کیک میخورم. بدترین انتخاب، این بدترین انتخاب میتونه باشه برای فرد. و مشکل از اونجا شروع میشه. مشکل ما این نیست که الان زیاد میخوریم، خیلی از افراد هستن که کم میخورن، ولی همچنان مشکلات فوق العاده وحشتناکی دارن و هر چقدر که مریض تر میشن هی کمتر میخورن و این مشکل رو دو چندان میکنه. و سری از افراد وحشت دارن از خوردن، حتی توی رژیمی که ژنیک وحشت دارن از خوردن. دقیقاً. که وقتی که شما اگر که شما فرض بگیرید که بدن شما یک ماشین زنده است و شما دارید باید به این بنزین تزریق بکنید که مواد مغذی باشه، اگر شما دارید تو راه دارید مسافرت دارید میرید و ببینید که باک بنزین ماشینتون خالیه، اولین چیزی که دنبالش میگردید سوخته، یه جایگاه سوخت پیدا کنید. پس چرا با بدن خودتون این کارو میکنید؟ چرا بدن شما یعنی یک ماشین فوق العاده پیشرفته تر از یک ماشین معمولی، از یک اتومبیل، با سیستم ها و مکانیزم های بسیار بسیار زیاد، چرا شما این مواد مغذی رو ازش محروم میکنید، چیز میکنید، دریغ میکنید و مثلا میخواید با کم کردن کالری که یه مسئله مهمی هست کالری ولی همه چیز نیست، میخواید با اون کار سالم بشید، میخواید با قرص، دارو، مواد شیمیایی مثلا میخواید خودمون رو درمان بکنید. بعد خب غذای خوب لذت هم داره، مثلا من وقتی که میبینم اون غذایی که تخم مرغ داره، گوشت داره، میدونم که ظهر که میشه این غذا رو میخورم تا ساعتها بعدش سر حالم، پر انرژی هستم، هم از اون بعده لذت میبرم، هم موقع درست کردنش لذت میبرم، چون که میدونم این غذا به من قرار سیری بده، انرژی بده، منو سالم تر بکنه. ولی قبل از اینکه با رژیم کتو آشنا بشم، فکر میکنم اینجوری که تاریخ ها رو گفتی، من سپتامبر 2017 اومدم لهستان، آخر سپتامبر، یه 4 ماه بعدش آشنا شدم با رژیم، فکر میکنم 4 ماه اختلاف آشناییمون با ما فرقه داریم پس. آره، یعنی همون حدودی که شما تجربه داریم من های 4 ماه اینها، من همین اوائل 2020، اواخر 2017 بود که داشتم، ببخشید 2018، اوائل 2018، اواخر 2017 بود که داشتم آشنا میشدم. قبل از اون همونجور که گفتی هر کلاسی که میرفتم بعدش من دغدغه‌ام این بود که چی بخورم که کلاس بعدی سر کلاس انرژی داشته باشم، مغزم کار بکنه. به ضرب و زور و قهوه و غذاهای مختلف کلی هم خرج میشد، میتونستم سر کلاس یه چیزی داشته باشم، یه عمل کردی داشته باشم. اونم مشکلی این بود که غذا هم که میخوردم به سبب ویژگی که داشتم خوابم میگرد، مثلا ظهر رو اینم بله اتفاق نمیفته. بعد گفتی که یه چیز دیگه هم بگم، لیبجن رو استفاده میکنی واسه کتابا؟ خیلی شنیدم اسمش رو، نه ولی فکر نمی کنم که این کتاب ها به صورت اون شکلی باشن روی اینترنت، اگر که پولیه که ما دوباره باز مشکل پرداخت داریم توی ایران. نه این لیبجن آخه سرورش توی روسیه است.
برادران روس ساختن کلا واسه ما ایرانی ها خیلی آها خب مفیده، چون که کاملا هم رایگان و اینها دستشون در نمیاد، چون حالا خلاف قانون هست ولی در حال چون ما قصدمون خیره آره. سعی میکنم استفاده ببینم چیزی پیدا میکنم. من فکر واقعا من این شخصیتی که میبینم مثل کمبری جیسون فانگ رو خیلی باهاش آشنا نیستم، چون که مثلا مصاحبه های آنچنانی باهاش نشدم، ولی کمبری میتونیم ساعت ها در مورد ویدیوهاشون صحبت بکنیم، احتمالا هر چی تو دیدی منم دیدم. بله. فکر میکنم چون که هدفشون اینه که جامعه کلا سالم تر بشه، اصلا هم ناراحت نشن که کسی که دسترسی نداره، راهی برای پرداخت نداره، ازشون استفاده، از اون سایت ها استفاده بکنه، اون کتاب ها رو به صورت کامل دانلود بکنه بدون اینکه حتی بله. قانون توی جیبشون بره. بله. تو میتونیم ازش اجازه بگیریم و این کار بکنیم؟ آره البته خب اجازه دست ناشره از لحاظ بله. قانونی. بله ولی خب دیگه اولشون بدیم که این کار داریم. من دیدم که کتابشون به صورت فکر کنم کره‌ای بود، دیدم که ترجمه شده، خودش حتی چیز کرده بود، تگ کرده بود اون پیج رو، به صورت کره‌ای ترجمه شده بود، حالا به چند زبان دیگه، آلمانی فکر کنم ترجمه شده بود، چون خیلی کتاب قطوری نیست. آره حتی همین اطلاعات عمومیه که توی ویدیوهاش داره میگه، توی اون چیزی که توی کتاباش هم نوشته. آره اونو خوندم خیلی هم مثلا دکتر مثلا دکتر نه بگو دکتر جیسون فاینگ رو داشتم میگفتم که حالا ایشون زیاد مثلا اهل مصاحبه و لایو ویدئویی گذاشتن و اینجور چیزا نیست، خب یه شخصیت خیلی علمی داره بیشتر و زیاد رسانه‌ای نیست، ولی مثلا من از شما اگر یوتیوب سرچ بکنید میبینید که مثلا کنفرانس میذاره 45 دقیقه صحبت میکنه در مورد یک مسئله خاصی و پای تخت صحبت میکنه و افراد خیلی زیاد نشستن صحبت میکنه. یا دکتر بنجامین بیکمن رو من میشناسم که عالیه واقعا. اینا هرچقدر که شخصیتشون علمی داره هی دورترن و عقبترن، پشت صحنه هستن اینا، یعنی با خود ساینس اینا در درگیرن و شاید خوراک اینجور افراد رو مثلا مثل دکترون، حتی مایک ماتزل رو، چون مایک ماتزل هم بدون تعارف استادیایی که داره تحقیقاتی رو که میبینه خودش میاد نشون میده، میگه مثلا بر اساس این استادی من دارم صحبت میکنم، از خودش تحقیقاتی نداره، ولی اونها خودشون استادی شاید تولید میکنن یا خیلی درگیرتر هستن با علم، مثلا علمیتر پیگیری میکنن. یه دکتر کوی هم هستش، خب من اینو شاید 5-6 سال پیش قبل از همه این جریانات دیده بودم. خب جالبه براتون بگم آقای دکتر کوی توی آلمان هستن و اون موقع حسن نه کتوژنیک باب شده بود خیلی مثل الان حتی تو دنیای خارج، ولی ایشون یک تحقیقاتی کرده بود در مورد سرطان و اونجا توضیح داده بود که چه چیزهایی اصلا سلول سرطانی چطور تولید میشه و راهکار این که سلول سرطانی رو ما بشکنیم. اون میگفتش که یه ماده شیمیایی دور سلول رو میگیره و مانع ورود مواد مغذی میشه و اون سلول از درون خراب میشه و رشد میکنه اینا. راهکاری که ارائه داده بود خیلی جالب بود که من بعد از اینکه فهمیدم که رژیم کتوژنیک چیه یهو یادم افتاد که اون فلان چیز رو شنیده بودم شاید 2 سال قبل‌تر از اینها، و اون میگفتش که یک رژیم کم کربوهیدرات، یه چیز نزدیک 1 گرم کربوهیدرات میگفتش که بر به ازای هر کیلو از وزن تو، یعنی یک آدم 70 کیلویی 70 گرم کربوهیدرات بخوره، هنوز وارد کتوژنیک نشده، یه چیزی مثل لو کارب بود. و چربی های MCT یعنی میدیوم چین باشن و یک ترکیب خاصی خودش داشت، یه چیزی مثل فسفات، اسم شیمیاییش یادم نیست، میگه اینو اگر شما استفاده بکنید رژیمتون این بر مبنای اینها باشه، حتی سلول های سرطانی رو هم میشه باز کرد و اونا از بین بردش. این خیلی جالب بود برای من و من خیلی درگیر این هستم که بدونم که واقعا روی سرطان چه تأثیری میتونه داشته باشه، چون مسئله لاینحل این روزها نه کرونا نه چیز دیگه، به نظر من اون سرطان یا HIV اینجور چیز هاست که خیلی تعداد کشتار بیشتری داره حتی، ولی توجه بهش نمیشه زیاد. آره این دکتر بن بیکمن که گفتی، هم بنجامین بیکمن، دقیقا الان دارم کتابش رو میخونم، هلوش 30% از کتابش رو خوندم، یه نقل قولم ازش گذاشتم روی صفحه، هم نمیدونم دیدی یا نه، از اون صفحه کیندلم عکس گرفته بودم،
که اشاره داره به عبارت جیگرتلا که ما توی فارسی به کار میبریم. احتمالا یه دوست ایرانی داشته اینو بهش گفته بوده، گفت وقتی که میخواد. آره دقیقا ترجمه به انگلیسی کرد جیگرتلا. آره همون دقیقا عبارت جیگرتلا رو نوشته بود، دقیقا همون زمانی که خوندم من توی تخت بودم، مثلا چراغ خاموش و اینا، میخواستم بخوابم ولی چراغ روشن کردم، عکس گرفتم فرستادم روی اینستاگرام هم هست. اونم در مورد همین کانسر، همین سرطان صحبت میکنه. جیسن فانگ هم خب اصلا تمرکزش روی سرطان هست. یکی یه چیزی که هست، سلولای سرطانی نیاز به منبع تغذیه دارن مثل هر سلول دیگه ای، و خب بله. منبع اصلشون قند هست. اگر ما این قند رو بهشون ندیم، دست کم عمده سلولای سرطانی یاد نمیگیرن که برن، یعنی طوری تکامل پیدا نمیکنن که برن سراغ مثلا کتون استفاده بکنن. پس ما بله. خیلی شانس رو کم میکنیم. از جهت دیگه مثلا اونایی که ضد گوشت هستن خیلی در مورد امتور صحبت میکنن که گوشت نخورین امتور رو تحکیم میکنه. امتور در واقع یه مسیر آنابولیک هست که ما باید هر از گاهی تحریکش بکنیم. هر وقت غذا میخوریم تحریک میشه و اتفاقا گوشت اون رو تحریک میکنه، یه لحظه خام روشن میکنه، مدت کوتاهی هم قطعش میکنه. اما انسولین که توی خون باشه مدت بیشتری این سویچ رو روشن نگه میداره. پس ما وقتی این عوامل رو حذف بکنیم، انسولین رو هی تحریک نکنیم با غذاهای قندی، و اتفاقا امتوری که گوشت بدنام شده که امتور رو تحریک میکنه، امتور رو در واقع با انسولین تحریک نکنیم که عامل اصلی اوور اکتیویشن، فعال شدن بیش از حدش هست، اون موقع شاید ابتلا به سرطانمون شانسش نزدیک به صفر بشه حتی. شاید که مثلا من و تو بدون سرطان هم زندگی بکنیم، نمیتونیم با قطعیت بگیم که ما سرطان رو شکستش دادیم، چون که ممکنه اصلا در حال با تغذیه بد هم دچار سرطان نمیشدیم شاید. ولی زمانی مشخص میشه که یه افرادی که خیلی مستعد سرطان هستن با یه اینجور رژیمی بتونن درمانش بکنن، یا جلوش بگیرن، یا اگر که دچارش هستن درمانش بکنن، که موردهای زیادی هم دیدیم. مثلا یه دکتری که فقط یه مصاحبه ازش شنیدم تا حالا، دندون پزشکم بود، آل داننبرگ، اون هست که مثلا سرطان خودش رو البته با روی آوردن به رژیم کارنیوار درمان کرده. یه انستیتو هست توی مجارستان که تخصصش درمان سرطان با رژیم کارنیوار و گوشتخواری هست. بله. آره یه مصاحبه با یکی از خانمایی که از جزء هیئت اصلیش هست شنیدم، نزدیکمون هم هستن. امیدوارم که بتونم یه زمان یه ایده، این ایده بلند پروازانه رو دارم که یه زمانی بتونم مثلا با اون هم مصاحبه بکنم. جالب میشه. یه دکتر کوی که گفتی آلمانی هست، آره بعد آلمانی صحبت بله بله. کنه. نمیدونم، چون من سایتش رو خوندم، مطالبش به سایتش چند زبانه است، من مطالب انگلیسیش رو خوندم، مصاحبه ازشون ندیدم، ولی سایتشون هست در دسترس. اوکی، پس من دنبال بکنم. اتفاقا این انگیزه ای میشه که البته اشتباه نشه با این دکتر کوی ایرانی که دکتر کیه، نمیدونم چیه، یه دکتر کی هست معروف شده، نه این اون نیست، چون دکتر کوی با کی او وای نوشته میشه، اینجوری نوشته میشه. اگر سرچ بکنید چند تا مشابه پیدا میکنه، خب چون به این اسم زیاد هستن اگر گوگل بکنید، ولی وقتی وارد سایتش میشید کاملا مشخصه که چون متفاوته. آره دکتر، حالا کی رو که گفتی نمیشناسم. الان سایتش رو یادم نیست، ولی میتونم حالا بعدم براتون بفرستم. در مورد این که گفتین حالا جلوگیری از مثلا سرطان یا اینها، خیلی سوال میشه که مثلا اگر ما رژیم کتوژنیک بگیریم دیگه، چون وقتی مزایا رو برای افراد میشموریم که مزایای رژیم کتوژنیک مثلا چیا هست، تقویت سیستم ایمنی یکیشه، و افراد سوال میکنن که خب حالا اگر ما رژیم کتوژنیک گرفتیم دیگه مثلا سرماخوردگی نمیگیریم، یا مثلا کرونا دیگه نمیگیریم. نه، همچین چیزی نیست. واقعا رژیم کتوژنیک شما رو فنا ناپذیر نمیکنه، خب به هر حال، ولی
به قول شما خیلی شانس میاره پایین، یعنی اینکه شما مبتلا بشید یا اگر مبتلا شدید کنترل بکنه شما رو. من این که حالا گفتم از چه کسانی منابع استفاده میکنید، دکتر رایان لاوری هم هستن، مؤسس رژیم، مؤسس خود سایت ketogenic.com، ایشون خیلی صحبت میکنه، لایو زیاد میذاره، در مورد همین داشت صحبت میکرد اتفاقا و همینو میگفت، میگفتش که من نمیگم که نمیگیرم هیچ وقت کرونا یا هر بیماری دیگه، ولی اگر بتونم، اگر بگیرم راحت میتونم کنترلش بکنم، یعنی اینقدر درگیر باش نمیشم که یک فرد معمولی میشه. چون الان استادیا با تحقیقات نشون میده که اکثر افرادی که دچار کرونا شدن یا حتی در اثر کرونا فوت شدن، اینو گرافش رو توی پیج دکتر مایک ماتل هم من دیدم، اینا اکثرشون مشکل قند خون بالا داشتن و این شانس رو میبره بالا برای اون افراد که مبتلا بشن. من یه چیزی که برام خیلی مهمه، حالا میگم برای من شده ریلیجن شده در واقع، چون که یک فرمول نجات بخش شده برای من. من اگر 4 سال پیش شروع نمی کردم مثلا رژیم کتوژنیک رو و بعد از 6 ماه 8 ماه نهایتا 1 سال من به وزن ایدئالم رسیدم، بعد از اون این دیگه یک انتخاب بود برای من که بخوام این رژیم کتوژنیک رو ادامه بدم یا ندم. خیلی از افراد مشکلشون اینه که، یا سوالشون اینه که کی من میتونم برگردم به سفره خانواده. این سفره اصطلاح نمیدونم از کجا اومده، این سفره خانواده، ولی برای من اینجوری نبوده. یعنی رنگین ترین سفره ها من اونقدر جذب نمی کنه که مزایایی که رژیم کتوژنیک داره بخوام بذارم کنار و بخوام مثلا خودم با یه دونه آش رشته بخوام راضی بکنم. من فکر میکنم که اگر امروز اینجا هستم چون مشکلات متابولیکی خودم داشتم و حتی موقعی که رژیم کتوژنیک رو شروع کردم، تا زمانی که آداپت بشم و تا زمانی که کاملا با این رژیم کنار بیام یک قدر دیر شده بود برای من، و من بعد از اون یک عمل آپاندیس داشتم. و من تا یادمه که تا روزی که اون دکتر سرم رو به من زدن که باید میرفتم اتاق عمل، من در کیتو بودم و نمیخواست، حتی سرم هم حتی پرسیدم گفتم اگر میشه یه سرم غیر قندی به من بزنید، چون میدونم که یه سرم هایی هستن که غیر قندی هستن. گفتم من با نمکش مشکلی ندارم چون سرم ها قندی نمکی هستن، گفتم این قند رو به من نزنید، من مشکل قند نه، گفتم من دیابت دارم و نمیتونم سرم قندی بگیرم. گفتش که نه یه دونه داریم که لوشوگر و فلان اینها. گفتم باشه دیگه، حالا عمل دیگه. خلاص من یه چند روزی درگیر این ماجرا بودم، ولی خب بعدش هم دوباره سریعا شروع کردم، دوباره برگشتم به کتوژنیک. اینی که الان خیلی افراد نگرانن که آیا من الان میخوام رژیم کتوژنیک رو بگیرم مثلا برای بارداری، برای شیردهی، برای نمیدونم ازدواج، برای نامزدی، همه اینا سوال براشون که آیا من میتونم رژیم کتوژنیک باشم؟ البته که میتونید باشید و اصلا سیستم بدن آدم همین جوریه و بدن اینو میپسنده و همین مشکل خوابالودگی نمیدونم اینها که شما میگین، این تغییر مود، خب همه ما اینا رو مشکلات رو داریم و نباید فقط رژیم کتوژنیک رو رژیم فقط لاغری ببینید. من میام اگر 4 سال پیش من اینو شروع نکرده بودم یا اگر سال بعدش رهاش کرده بودم، میدونم که الان خیلی مشکلات دیگه داشتم. مثلا من این مشکل تنگی نفس فعالی دارم که توی زمستونا خصوصا فعال میشه، خب و همچنان هم دارمش حتی با رژیم کتوژنیک، ولی خیلی کمتر شده، قابل کنترل تر شده و این یکی از مزایاش. به جای اینکه دوز دارومو بیشتر کنم، غذای بهتری انتخاب کنم و به قول شما حالا شاید غذاهای رنگین خوشمزه باشن اینها، ولی تخم مرغ شاید هر روز خوردنش برای افراد خیلی سخت باشه، ولی برای من لذتی که داره غذا خوردن، لذتش کم شده و لذت سلامتیم برام مهمه، انرژی که زیاد دارم. من یادم میاد، باورتون نمیشه، این یه جوکه، خب تو ایران میام، یعنی یه نفر خسته شد شروع کرد، داشت راه میرفت خسته شد و شروع کرد دویدن. خب من واقعا اینجوری این اتفاق برام افتاد، یه جایی مثلا داشتم راه میرفتم و انقدر انرژی من بالا بود، خب مثلا شاید توی ماه دوم سوم که جینیک بود، انقدر انرژی من بالا بود که نمیتونستم واقعا فقط راه برم، شروع کردم دویدن. یعنی این انرژی باید تخلیه میشد. خب خیلی جالبه، من اینکه مثلا همیشه خوابم میبرد یا در حال چرت زدن بودم، همیشه عادت داشتم، مثلا جوک شده بودم توی فامیل که سر صندلی خوابم میبرد یا اینها، انرژی فوق العاده بالایی داشتم، شاید با 4 ساعت خواب
یعنی صبح ها ساعت 6 7 صبح من پلکم باز میشد و دیگه نمیذاشت من بخوابم. خب من یه آدم بودم که مثلا شاید 8 تا 12 ساعت اگر میخوابیدم باز دوباره هنوز خوابم میومد و دوست داشتم بخوابم، ولی یعنی میدونید ساعت زیاد بود، کوالیتی پایین بود. ولی الان ساعت اومده پایین، یعنی من 4 ساعت 5 ساعت مفید میخوابم، ولی اینقدر کیفیتش خوبه و بالاست خب که اونو جبران میکنه. بنابراین من این مزیت رو حداقلش اینه که جایگزین نمیکنم با چیز دیگه. حالا ممکنه برای بعضی از افراد همچنان سفره خانواده چیز جالبی باشه، یا مثلا خوردن یک لذت دیگه باشه، که من فکر میکنم این رو هم اگر افراد توی رژیم بمونن ادامه بدن آداپت بشن و مزیت ها رو فقط از چشم لاغری نبینن. خب الان خیلی از افراد داریم که لاغر هستن اصلا رسما و رژیم کتوژنیک دارن. همین دکتر مایک ماتزل حالا صحبت شد، من تو مصاحبهش با تام بیلیو دیدم، میگفتش که میگفت من اصلا الان فست هستم. میگفت من وقتی که میام مصاحبه میکنم با افراد، چون مصاحبه اون زیاد میره میکنم، فست میگیرم قبلش 12 ساعت قبلش فست میگیرم که بتونم سر مصاحبه حاضر بشم، و این به خاطر اینه که تمرکز منو فستینگ بالا میبره. زمانی که فست هستم ذهن من فعالتره، اون کاگنیشنی که میگن اون خیلی فعالتر میشه برای من، میتونم صحبت کنم. و اینکه من مشکل لاغری ندارم که وقتی بخوام، مشکل چاقی ندارم که بخوام لاغر بشم و بخوام مثلا 72 ساعت فست بگیرم، در صورتی که فست اصلا مسئلهش لاغری نیست، میدونین. و خودش هم میگه من یک بیماری داشتم، خودش هم گفتش که یک اسم انگلیسی گفت، من یادم یه چیز مثل CPR یا همچین چیز مشکلی بود که خیلی هات بود، و گفتش که من اینو رفتم دکتر و چند سال پیش، و دکتر به من گفته که اصلا صحبت همین امتور هم شد، گفته که شما هر بار که غذا میخورید امتور فعال میشه و اینها، و من به خاطر اون مشکلم در واقع دارم فست میکنم و مثلا لاغری نیست الان. و بنابراین همینه، افراد باید بدونن که رژیم غذایی رژیم لاغری نیست. همین امروز قبل اینکه من با شما صحبت بکنم، بنازدی مطلب خیلی خوبی داشت گذاشته بود که میگفتش که رژیم کتوژنیک اصلا رژیم نیست و حتی لایف استایل هم نیست. رژیم کتوژنیک یک وضعیت متابولیکیه که بعد در بدن شما ایجاد میشه در اثر حالا چند تا چیز مختلف. برای اکثر افراد کیتوسیس در حالتی اتفاق میفته که غذا نمیخورن یا فستای طولانی مثلا مذهبی میگیرن، خب، یا اینکه حتی توی کربوهیدرات ها اگر شما در تجزیه در هضم کربوهیدرات ها شما مشکل داشته باشه بدنه، دچار کیتوسیس میشید شما. در صورت بارداری و حاملگی خانم ها دچار کیتوسیس میشن بدون اینکه خودشون بدونن حتی. بنابراین وقتی میپرسن که آیا خطرناکه این برای من، مثلا من میخوام باردار بشم یا من دارم در دوره شیردهی هستم، آیا خطرناکه برای من؟ من میگم اگه خطرناک بود اصلا این وضعیت متابولیکی در شما ایجاد نمیشد. شما تا الان نمیدونستید که اسم این وضعیتی که شما هستید اصلا چی هست و درش بودید، روزه میگرفتید کیتوسیس بودید، کربوهیدرات رو نمیتونستید درست پروسس بکنید، بدنتون در کیتوسیس بودید، ورزش مقاومتی میکنید، شما بالا یه پایین کوه تا بالای کوه برید انقدر ذخایر گلیکوژن بدنتون پایین میاد که شما وارد کیتوسیس میشید رسما. حالا مایل کیتوسیس نمیگم خیلی، ولی یک روشش اینه که شما با نوتریشن کیتوسیس بشید و انقدر خودتون با انتخاب آگاهانتون کربوهیدرات رو به قدری پایین بیارید که بدن رو وادار بکنیم به اینکه وارد کیتوسیس بشه و از کیتون ها بتونه، از کیتون ها هم بتونه تغذیه بکنه. این یک وضعیت متابولیکیه. حالا اینکه چه چیزهایی منو از این رژیم خارج میکنه، خب، یا چه چیزی کتوه چه چیزی غیر کتوه، اینها این سوالی که پیج کیتو کانکت یک مطلب خیلی خوبی داره، من اینو بارها گفتم و گذاشتم، در مورد همین صحبت میکنه که دعوای سر این که هویج مثلا کیتوه یا مثلا گوجه کیتوه، چقدر بخوریم، دو تا گردی بخوریم مثلا 18 گرم شما میتونید، اینا نیست اصلا کیتوژن رو در وضعیتی قرار بدید که بتونه از کیتون‌ها کیتون تولید بکنه و از اون کیتون‌ها استفاده بکنه. اینا دو مرحله است. بعضی دفعه فکر می‌کنن که اگر من در کیتوسیس بودم خب کار تموم بود دیگه، بدن من چربی سوز میشه و میفته به جون چربی ها. حالا اونو بعدا بهش میرسیم.
ولی در عمل همچین اتفاقی نمیفته که بدن انتخاب میکنه، خاموش روشن میکنه گلوکوز و کیتون رو، در این حال میتونه از دوتا سوخت با همدیگه همزمان استفاده بکنه، این ثابت شده. ولی وقتی شما کربوهیدرات بالا استفاده میکنید 100% شما روی شوگر هستید، 100% سوخت بدنتون شوگر. ولی وقتی کیتوسیس میشید این بدن خودش تنظیم میکنه که حالا چقدر از کیتون ها استفاده بکنم، چقدر از گلوکوز، چون بعضی از اندام ها از کیتون استفاده میکنن، بعضی ها از گلوکوز. مثلا مغز میتونه از هر دو تا سوخت استفاده بکنه و اگر کیتون در اختیارش باشه ترجیح میده که بره روی کیتون، ولی خب در این حال گلوکوز رو هم میتونه همزمان پردازش بکنه. این انتخابیه که بدن میکنه، بدن من باش بدن شما فرق میکنه. بنابراین نمیتونم بگم که اگر که شما مثلا 6 ماه کارنیور هستید یا کیتو هستید، بدن شما کاملا کیتون تولید کن و کیتون مصرف کنه، همچین اتفاق نمیفته. حتی اگر که شما بدون چیت کردن با همه هر روز نیم کیلو نیم لیتر ام سی تی اویل هم که بخورید، باز هم بدن شما روی قند هست، همچنان میتونه از قند ها استفاده بکنه و 100% کیتون سوز نمیشه. این حالا یک سوالیه که میگن که بدن شما وقتی وارد کیتوسیس شد نباید خیلی افراط بکنیم، کتوژنی خیلی رژیم خوبیه، ولی خب باید واقعیات رو گفت، در مورد بدن داریم صحبت میکنیم و نباید اطلاعات غلط بدیم و افراطی بگیم که آره وقتی شما وارد کیتوسیس شدید دیگه بدن شما میشه ماشین چربی سوز. این اصطلاح اشتباهی، چربی ها رو هم میتونه استفاده بکنه، تا الان بلد نبوده، این امکان براش در دسترس نبوده بدن که از چربی ها بسوزونه، ولی حالا داره از چربی ها میتونه استفاده بکنه. این در مورد کیتون، کیتون ها و مزایایی که کلن کیتوسیس داره. میگم نباید خیلی روی کاهش وزن زوم کرد. خیلی از افراد مثلا میپرسن که خب شما با رژیم کتوژنیک از هم دیگه با رژیم کتوژنیک چقدر وزن کم کردی؟ این خیلی سوال جالبی نیست، خب سوال اساسی نیست. یا مثلا دعوت میکنن اینجوری همدیگر رو که بیا توی رژیم کتوژنیک، مثلا بیا چربی بخور لاغر بشو، همچین چیزی نیست اصلا. همچین چیزی هست برای مهم نیست در واقع. آره همچین چیز آره میشه هم گفت، هم هست هم نیست. ولی رژیم کتوژنیک رو نباید اینجور پروموت کرد و تبلیغ کرد که بیا چربی بخور. خب چون که بدن سریعا، یعنی مغز میگم سریعا شروع میکنه به مقاومت، چون بر اساس آموخته هایی که ما داریم چربی یک عامل چاق کننده و یک چیز عامل بیماری و خطرناک، عامل بیماری هاست. ولی وقتی که به یارو میگی که بیا مثلا تبلیغ میکنه به دوستت که بیا چربی بخور، اولین مانع خودتی که داری این تبلیغ رو داری میکنی. یعنی خود رژیم کتوژنیک مشکل نداره، شما با گفتن اینکه بیا چربی بخور و تا الان تا دیروز تا لحظه پیش طرف داشته چربی ها رو محدود میکرده که بتونه سالم باشه، حالا شما دارید یک چیز کاملا برعکس بهش میگی، 180 درجه متفاوته و این بدن مقاومت میکنه، ذهن و نمیذاره که همچین رژیم. و این خیلی مهمه که ما وقتی افراد رو دعوت میکنیم به رژیم کتوژنیک یک جوری بیان بکنیم، چون ممکنه که این کتوژنیک برای بعضی از افراد مثل من آخرین راه باشه. من چون خودم رفتم تحقیق کردم میدونم که کتوژنیک چی بود، ولی اگر که شاید یکی میومد از در من میگفت چربی بخور لاغر بشو، قبول نمیکردم و توی مشکلاتم میموندم و شاید تا الان مرده بودم. خب خیلی مهمه، نکته خیلی حیات و سلامتی یک شخص ممکنه در دست شما باشه که دارید رژیم کتوژنیک رو به یه نفر معرفی میکنید. رژیم کتوژنیک رژیم های فت هست، ولی های فت یعنی پرچرب نسبت به رژیم های دیگه. خب و پروتئین متعادل، ما این همه پروتئین بخوریم دچار سنگ کلیه و نمیدونم مشکلات اینا نمیشیم؟ نه اصلا هم چیزی نیست که، یعنی شما خودتون خفه کنید با پروتئین، صبح تا شب پروتئین بخورید. پروتئین هم خیلی، اکثر مردم فقر پروتئین دارن و اکثر مردم هم به جایی نمیرسن که انقدر بخوان، مثلا تو ایران که شما بخواید اووردوز بکنید روی پروتئین، و کلا پروتئین خودش یه جوریه که شما نمیذاره شما اصلا اووردوز بکنید. باید خیلی میلیاردر بخواد نمیذاره. آره چون که احساس سیری میکنه. شما نمیتونید مثلا نیم کیلو گوشت رو بخورید، اصلا کسی بتونه اون حجم از گوشت رو بخواد بخوره توی یک وعده، مثلا باید حجم حداقل شاید 550 کیلو باشه.
یا حجم ورزشکار باشه که بتونه اون حجم رو بخوره. اونا هم نمیتونن و بنابراین شروع میکنن پودر پروتئین خوردن به صورت شیک که دیگه نخواد سیستم هاضمه‌شون رو درگیر بکنن. بنابراین این یک نگرانی بیخودی هستن که من آیا اینقدر پروتئین بخورم فلان نمیشم. نه شما اگه تونستی، من میگم اگه تونستی اووردوز کن اصلا. اگر تونستی، ولی خب برنج اگر تونستی برنج من خرجش میدم، من استیک دعوتت میکنم اگه تونستی سه تا بخور. آره واقعا اینجوریه، نمیتونی. شاید یه وعده بتونی بخوری ولی وعده بعدی یعنی همین خودش شما رو میبنده. خب اصطلاح ایرانیش کاملا همینه که میگن مثلا شما دو تا تخم مرغ که میخوری کاملا شما رو میبنده، یعنی اشتهای شما رو کاملا سرکوب میکنه و میبره تا 4 تا 24 ساعت بعدی نتونی چیزی بخوری، نمیتونی اصلا چیزی بخوری، میل به شیرینی و اینجور چیزا اصلا نداری. آره صحبت دستم در رفت، یعنی توی شاخه اگه میریم. نه من تک تک رو یادداشت کردم، تک تک رو یادداشت کردم، حواسم هست که به کجا رسیدیم و اینا. من حالا اینو من داشتم میگفتم که رژیم، ببخشید رژیم کتوژنی که رژیم های فت هست، ولی های فت نسبت به بقیه رژیم هایی که شما تا الان میشناسید نسبت به رژیم کالری شماری، ولی لزومی نداره که شما بیاید کسی رو بیاد ترغیبش بکنید که بیاد کره گاز بزنه، روغن از غذاش چکه بکنه. اینو یک آقای دکتری توی تلویزیون ایران، من خیلی خوشحال شدم که یه نفر داره بالاخره توی رژیم کتوژنیک رو داره توی تلویزیون رسمی ایران داره میگه، ولی بعدش ناامید شدم چون که میگفتش که روغن باید چکه بکنه از غذات، اینا افراطه، اینا خراب میکنه رو. اینا فقط توی ادبیات ایرانی میبینین شما، متاسفانه توی علم ایرانی میبینین، توی رژیم کتوژنیک خارجی اینجوری نمیبینین. و اینو مثلا شاید چیزی که خیلی کمتر بهش در موردش صحبت شده اهرمه. خب من این اهرم رو شاید 3-4 ساله دارم توضیح میدم توی گروه‌های مختلف و میگن که فت ایز لیور، یعنی فت چربی اهرم شما، یه پداله، یعنی شما بیس رو پروتئین همیشه قرار میدید. خب شما فرض کنید که 3 تا پدال دارید یا 3 تا ولوم دارید، خب 3 تا ولوم این شکلی دارید، یکیش کربوهیدراته که شما میارید تا پایین آخر میذاریدش پایین کمیش میکنید، درسته؟ پدال وسطی یا ولوم وسطی پروتئینه، این خیلی مهمه ها، کمتر جایی یا شاید من اصلا ندیدم توی پیج ایرانی کسی اینو بگه، ولی خب من این چیزی که دیدم و خوندم انقدر موردش دارم حالا اینجا میگم، واقعا خیلی مسئله مهمیه. اکثر افراد، نه بحث رژیم کتوژنیک باشه، هر کسی که میخواد سلامت خودش رو تضمین بکنه از این روش میتونه استفاده بکنه، کربوهیدراتش رو بیاره پایین. این چیزی که همون دکتر کوی هم میگفت، کربوهیدرات پایین بین 5-10% برای کسی که میخوان کتوژنیک باشن بیارن زیر 5 گرم. پس ولوم کربوهیدرات شما میارید پایین، ولوم پروتئین رو روی مثلا 25% تنظیم میکنید. خب چون بیس شما روی این حداقل مقدار حساب بکنید این پروتئین. و حالا چربی چقدر، اکثر افراد مشکل دارن نمیدونن که چقدر چربی استفاده بکنن. چربی کاملا بستگی داره به خصوصیات شما، به مقدار انرژی که شما در طول روز نیاز دارید، به جنسیت، به سطح کالری سوزی شما، به متابولیسم شما. اینجوری نیست که بگیم رژیم کتوژنیک 75% چربیه و شما باید هر روز 75% ماکروهاتون رو هر روز باید پر بکنید، یعنی طی 24 ساعت. خب چون بدن آدمیزاد ساعت نمیتونه که، شاید یک بازه شما، یک پنجره زندگی شما شاید بشه 28 ساعت. خب از این وعده غذا خوردن تا اون وعده، پس نمیتونی بگی الان من یه غذامو خوردم حالا نباید چیزی اینجوری نیست، بس بدن اصلا اینجوری حساب نمیکنه، یعنی اون شما از ریتم بدن سر در نمیارید که چه جوریه. بنابراین چربی رو شما باید تنظیم بکنید، مثل انگار سرعت شماست. اگه شما توی یک جاده هستی توی رامپ دارید میرید، خب مثلا با 30 کیلومتر بعد دارید، اگر رفتید تو اتوبان افتادید با دنده 3 و 4 و 5 میرید. خب پس این باید ببینید کجا لازمه. اگه من یک روزی امروز جمعه است نشستم توی خونه، هیچ فعالیت خاصی هم ندارم، انرژی خاصی هم نمیخوام بسوزونم، چرا باید 75% چربی بخورم و کره گاز بزنم؟ خیلی از افراد مثلا وعده آخرشون رو برای من میفرستن روزانه که چه ماکروهایی استفاده کردم و میبینم که مثلا این برنامه های در واقع ماکرو شماری، شما میبینید که ماکروی چربی رو مثلا سبز زده، یعنی شما هنوز نتونستید 75% رو پر کنید. حالا 75% توی 2000 کالری یه چیزی نزدیک شاید 1500 کالری فکر می‌کنم میشه، درسته؟ 1000 حداقل 2500 کالری میشه.
مثلا یه نفر اومده 1200 کالری چربی در طی روز خورده و وعده سومش هم خورده، خب و حالا میبینه که من 300 کالری دیگه باید چربی بخورم چون هنوز ماکروی من پر نشده. اینجاست که شما دچار اضطراب وزنی میشید چون دارید انرژی بی خودی دارید دریافت میکنید، چون که اپلیکیشن، خب اپلیکیشن های ماکرو شماری که خیلی خوبه شما در ابتدا استفاده بکنید، چون اکثر افراد نمیدونن که ماکرو چیه، پروتئین چیه، میکرونوترینت چیه، نمیدونم چربی چیه، اینا نمیدونن اینجور چیزا رو، خوبه که ازش استفاده بکنن تا یه حدی. ولی از جای مشکل پیش میاد که شما کاملا اعتماد میکنید به اینها و بخواید دیگه اساس زندگیتون رو بذارید روی اپلیکیشن. اپلیکیشن فقط به شما میتونه بگه که چه مقدار انرژی شما دریافت کردید، نمیتونه به شما بگه که چقدر انرژی نیاز دارید، شما در چه مرحله‌ای از، مثلا برای خانم ها شاید متابولیسمشون فرق میکنه، میگم امروز شما مثلا یک کار خیلی سنگین ورزشی انجام دادید، مثلا کار خونه کردید، انرژی بیشتری نیاز دارید. امروز شما در وضعیت هورمونی متفاوتی قرار دارید، یه خبر خوب یا یه خبر بد شنیدید و اشتهاتون کم یا زیاد میشه، خب یعنی یه خبر خوب یا بد میتونه روی اشتهای شما تاثیر بذاره، روی هورمون های شما تاثیر بذاره. برای خانم ها میتونه 7 8 10 روز روی غذا خوردنشون تاثیر بذاره، خب و اپلیکیشن ماکرو شماری نمیتونه اینها رو تشخیص بده، حالات شما رو نمیدونه، وضعیت شما رو نمیدونه، فقط میتونه 3 تا ماکرو رو به شما بگه، چیز دیگه بیشتر از این نمیگه به شما. برای نباید اینقدر اعتماد کرد به اینها و بخوام چربی رو بخوام گاز بزنیم. خیلی افراد من دیدم که نالان و شاکی بودن که من دیگه واقعا از چربی خوردن داره حالم بد میشه، مربی به من گفته یا دوستم به من گفته که چربی بخور، کره گاز میزنن، نمیدونم روغن نارگیل خالی میخورن، نمیدونم پر شده ها، طرف آخر شب دیگه سیره، ولی فکر میکنه که باید چربی بخوره. چرا؟ چون شنیده که رژیم کتوژنیک رژیم های فت. آره چون بعد نگاه بکنیم پیشینیانمون اینجوری نبودن که بیدار بشن بگن که من چقدر حالا چربی بخورم، چقدر غذا بخورم، بیدار بشن میرفتن سراغ حالا شکار یا فعالیتی روزمره شون انجام میدادن، دوره هم میگفتن و میخندیدن و ورزششون رو میکردن، بازیشون رو با هم میکردن توی آفتاب و اینا. بعد شکارم که پیدا میکردن بعضی وقتا گرسنگی میکشتن، شکار آنچنان پیدا نمیکردن، بعضی موقع هم شکاره گیریشون میمد سیر و پر میخوردن تا چون چربی بالایی داشته تو کلی وقت چیز میموندن، سیر میموندن و هیچ کدوم، یعنی ما تا این شاید 50 سال اخیر هیچ اپلیکیشنی به هیچ شکل، یعنی حتی روی کامپیوترها هم همون سیستم های تحت دست هم آنچنان رایج نبودن که ما بریم پای کامپیوترمون بنویسیم و اینها. بعد ما چرا اون احساساتی رو که باعث شده که حالا به عنوان هومو سیپینس سیپینس فکر میکنم بشه هولوش 400 هزار سال، حدود نیم میلیون سال حدودا، ما که از اول عمرمون، از اول شروع گونمون که اپلیکیشن استفاده نکردیم، یه احساساتی داشتیم که همه حیوان ها هم دارن، احساس تشنگی داریم، احساس گرسنگی داریم و احساساتی که احساسات روانی که داریم، مثلا غم، شادی، احساس خطر کردن و اینها. این احساسات به ما کمک کردن که این همه سال دوام بیاریم توی همه چرخهای زندگیمون، هم توی همه مقاطع زندگیمون هم بریم و اونا رو پشت سر بذاریم، رشد بکنیم، بلوغ پیدا بکنیم، بچه دار بشیم، بچه بذاریم. بعد اینجوری نبوده که ما اپلیکیشن داشته باشیم اینا رو حساب بکنیم، طبیعی زندگی میکردیم، گرسنه میشدیم، غذا میخوردیم. دیگه وقتی که گرسنه نیستیم، بدن داره بهت میگه که غذا به اندازه کافی خوردی دیگه، چرا به خودت فشار بیاری؟ من روزایی هست که غذای بیشتری میخورم، روزایی هست که غذای کمتری میخورم و مثلا دیروز ورزشی نکرده بودم، هلوش 400 گرم گوشت خوردم، هلوش یه چند تاش مون، همون چیزی که گفتی که آدم نمیتونه اووردوز بکنه، پول استیک تو من میدم بیا اووردوز اگر تونستی اووردوز بکن. واقعا 3 تا دونه کتلت مون، با وجودی که مثلا اون روز دیروز فعالیت زیادی کرده بودم، درسته که نزدیک 400 گرم گوشت خوردم و مثلا قبلش هم تخم مرغ و اینها رو خورده بودم، ولی واقعا وقتی که سیر هستی دیگه نیازی نیست که غذای دیگه بخوری و خودت چیز فشار بیاری. و یه چیزی هم که گفتید دکتر
کنبری میگه proper human diet، رژیم راست و درست برای انسان، رژیم صحیح برای انسان. همین سوالی که گفتی، بعضی هم میگن من حالا میخوام بچه دار بشم، آیا رژیم کتوژنیک مناسب هست یا نه؟ الان بعضی هم مثلا میگن توی موقع کرونا رژیم کرونا رژیم کتوژنیک رو دنبال بکنم یا نه، باز همین رژیم رو دنبال بکنم وقتی بیمار شدم، وقتی که اینجور شد، وقتی که اونجور شد. وقتی که دکتر کنبری میگه که وقتی که رژیم درست انسان رو میدونیم، این رژیم ما باهاش به دنیا اومدیم، تغذیه کردیم، بلوغ پیدا کردیم و بچه دار شدیم، از خطرهای مختلف گریز پیدا کردیم و اینها، پس ما وقتی که این رژیم رو استفاده بکنیم، رژیم درست هست و اتفاقا اینها رو بهتر میکنه. وقتی که ما کسی میخواد بچه دار بشه، اتفاقا بهتره که این رژیم رو دنبال بکنه که بارداری بهتری رو تجربه بکنه، با هم بچهش مواد مغذی خوب بهش برسه و نیازی هم نیست اپلیکیشن اینا استفاده بکنه. آره، و در مورد خیلی مطالب زیادی همینجوری چیز شد و من خیلی صحبت کرد. نه خیلی هم خوشحالم که این همه با شور و شوق گفتی. و در مورد کاهش وزن، حالا من خودم هم متهمم به این که از این هشتگ کاهش وزن استفاده میکنم. چرا؟ فقط و فقط به خاطر اینکه من میخوام پستام دیده بشه، وگرنه اصلا موافق این نیستم که رژیم رو به عنوان یه چیز تبلیغ بکنم. اصلا خب بخوام واژه رژیم رو مشکل دارم، ولی به خاطر اینکه ویدیوام دیده بشه، پادکستام دیده بشه، مجبورم ازش استفاده بکنم. ولی این روشن سازی رو بکنیم. این چیزی فرزنیش روی شما نیست در این مورد. مسئله کسایی که رژیم رو به حال دارن تبلیغ میکنن یا مربی میشن کاهش وزن میشن، یا با افتخار بالا میزنن که 30 کیلو کاهش وزن، 50 کیلو کاهش وزن، انگار که یک مسابقه رکورد گیریه که هر کس بیشتر. خب یه نفر میبینی 5 کیلو کاهش وزن، اضافه وزن بیشتر نداره و مجبور بزنه 5 کیلو. خب این نشون نمیده که شما رژیم گیرنده بدی بودی، اصلا همچین چیزی رو ملاک مشخص این نیست. شما نهایتا آدم چاختری بودی، وزن بیشتری طبیعتا کم کردی دیگه. این چیز مایه افتخاری نیست که حالا من بتونم، اگر که من وزن بیشتری کم کردم پس من مطلع‌تر هستم، من آگاه‌تر هستم. نه، وزن زیادتر رو برای کم کردن در اختیار داشتی. آره، این امکان برای شما بوده. آقای جیمی مور رو حتما میشناسین، خودش انقدره. میشناسین دیگه؟ نه. کتاب چیز ماله ایشونه، کتاب دو تا کتاب معروف داره، الان حضور ذهن ندارم، ولی دو تا کتاب معروف داره در مورد کتوژنیک صحبت میکنه. خودش هیکل خیلی بزرگی داره. خب در واقع این علمه. حالا بعضی هستن که این علم رو عمل میکنن، بعضی هستن که علم رو عمل نمیکنن. خودش خیلی هیکل و جسته خیلی بزرگی داره و رسمت میکنن اضافه وزن داره. مسئله این نیست که حالا ما چقدر کم کردیم اینا. در مورد ماکروها من این چیزی رو اضافه بکنم، همون هم میخواستم یه چیز رو بگم. اوکی برو حالا بگو در مورد ماکروها. در مورد ماکروها خیلی چیز جالبی هستش. حالا اینکه شما میگین که ما اصلا ماکرو شماری بلد نبودیم و اینها، علم پیشرفت کرده خیلی خوبه، ولی ما نباید یعنی روزانه صبح که بلند میشیم اپلیکیشن دستمون باشه. کلا شما 10 ساله که اپلیکیشن های هوشمند به بازار اومده. خب یعنی حتی شما 15 سال پیش هم همچین اتفاق، حتی اگه میدونستی که ماکرو چیه که میدونستیم، امکان محاسبش نبوده. بنابراین من میگم که حتی روی غذاها، خب ببین ماکرو بر اساس چی عمل میکنه؟ بر اساس نوتریشن فکت عمل میکنه. خب یعنی شما جدول ترکیبات و اینها، خب غذاها به صورت عادی تا قبل از صنعتی شدن صنعت غذا، خب غذاها که جدول تغذیه ندارن. یعنی شما یک سیب از درخت میشینی که جدول تغذیه نداره. که آدمی که مثلا 100 سال پیش، من نمیگم 500 سال پیش، آدمی که 50 سال پیش میرفته یه دونه سیب از درخت میچیده و میخورده، آیا به نوتریشن فکت این فکر میکرده که ببینه که آیا الان این منو در چه وضعیت قرار میداده یا نمیده، یا الان چربی من زد بالا یا مثلا کربوهیدراتم زد؟ به نظر من چون که سیستم متابولیکی افراد، آدم، انسان، حتی تا 50 سال پیش، 60 سال پیش، قبل از اینکه اینقدر مواد پروسس شده و
جانک فود و اینجور چیزها به بازار بیاد و غذا کلن صنعت بشه، خب سیستم متابولیکی ما درست و سالم بود. هر چیزی رو که من اینو توی مثلا مکزیکی ها، من یه مستندی میدم در مورد زندگی مکزیکی ها، میگفتش که بشر اینجوری بوده که وقتی که میدیدن که یک چیزی، مثلا شما یک گیاهی رو میخورید خب و میبینید که حال بد بهتون میده، خب اون موقع که نه دکتری بوده نه چیزی بوده، وقتی که میدیدن که فلان گیاه رو من خوردم و حالم بد شد، دیگه نمیخوردنش، چون اون زمان دارو نداشتن. خب چون اون زمان چیزی به نام رژیم درمانی، متخصص تغذیه، اونجور چیزها نبود، اینو بخور جای اون خوب میشی نبود، بنابراین مجبور بودن که پرهیز کنن کاملا ازش، بر اساس روزمرهشون اطلاعاتشون زیاد میشد که این گیاه، این برگ، این میوه، خب میوه های مثلا جنگلی، اینها برای من خوب نیست. ولی ما الان کاری که میکنیم چیه؟ میدونیم که فلان غذا، فلان ماده خوراکی، فلان میوه حتی قند بالا داره، نمیدونم مواد، مثلا مواد پروسس شده داره. یه دونه کیک شما میخرید میخورید، میدونی که ترکیباتش چقدر خطرناکه، ولی چون که دارو داریم، چون چیزی به نام دارو داریم، قرص چربی سوز داریم، اونو میخوریم، اونم میخوریم. ولی بشر قبلی اینجوری نبوده، یعنی نوتریشن فکتی در اختیار نداشته. ما الان با اینکه علممون بیشتره ولی ناسالمتر از آدمی هستیم که 50 سال پیش زندگی میکرده. چرا؟ به خاطر اینکه ما وابسته به نوتریشن فکت ها شدیم، وابسته به جدول ها شدیم، به اپلیکیشن ها شدیم. من یک مثالی دارم برای افراد میزنم، یه چیزی هست به نام، شما سندروم هلسینکی رو حتما شنیدید، من خودم این چیز رو درست کردم به نام سندروم پیونگیانگ اسمش. خب یه دوست رفته بودن پیونگیانگ، یا نمیدونم یه کشور چینی رفته بودن، اونا اکثرا سواد انگلیسیشون خیلی بالا نیست که بخوان انگلیسی رو بخوان صحبت بکنن، و این رفته بود اونجا، دیده بود که همه چیز با همین رژیمی که ژنیک و اینها، رفته بود اونجا دیده بود که همه چیز چینی نوشته. خب من اصلا نمیفهمم که اینجا ژاپن بود، نه کجا رفته بود، متوجه نمیشد که اصلا این چی هست، اصلا خب این غذای چی هست اصلا، و حالا جدول تغذیه‌اش چیه، چربیش چیه، شکرش چیه، فایبرش چقدر، همچی چیزی نداشت. گفتم خب تو ببین وابسته شدی به نوتریشن فکت ها، یعنی لیبل رو بخون میخونی، ولی الان چیکار میخوای بکنی؟ اگر یه چیزی رو پیدا کردی توی طبیعت یا حتی صنعتی که نوتریشن فکت نداره، یا تو نمیتونی نوتریشن فکتش رو بخونی، خب فرض کن شما خدای نکرده یه آدم نابینا باشی یا سواد انگلیسی نداشته باشی، همه زبان های دنیا رو که نمیدونی، یه چیزی پیدا کردی نمیدونی چی، این تکلیف شما چیه با این؟ راهش چیه که من بفهمم که آیا این منو از کتوژنیک خارج می‌کنه یا نه؟ بدن شما، اون که بهش میگن ندای بدن، همین، شما این رو می‌خوری به صورت پیش‌فرض. خب به صورت پیش‌فرض من میگم که، یا همه میگن که آقا به صورت پیش‌فرض همه چیز کیتوه، اصلا هیچ چیزی کیتو و غیر کیتو نیست، بستگی داره که بدن شما چطور واکنش نشون میده به این. و حالا طبق واکنش‌هایی که افراد نشون میدن به مواد غذایی، اومدن یک جدولای درست کردن، جی آیشو درست کردن که شما کارت راحت‌تر بشه، ولی در نهایت شمایی که تصمیم میگیرید. مثلا من پیشم با دوست صحبت میکردم، گفتم که شکلاتی که من میخورم حتی اگر شوگرش بالاتر باشه، خب اثر کمتری روی من، اثر مخرب کمتری روی من داره تا مثلا یه دونه پرتقال. خب ولی برای شما ممکنه که متفاوت باشه، شما بدن پرتقال رو راحتتر تجزیه کنه تا شوگر خالی رو. خب بنابراین باز از این لحاظ آدم متفاوته، نمیشه فرمولاسیون خاصی داد که بگیم که ژنی یعنی این اینا مواد مجاز، اینا مواد خاکستری، اینا مطلق نمیشه بود، مطلق نمیشه. این چیزی که تبلیغ میکنن توی پیج ها که شما نباید اینو بخورید، انار نباید بخورید، پسته نباید بخورید. چرا؟ من به شما میگم، من با اینکه فیوریت هم میوه ها و اینجور چیزا نیست، خیلی علاقمند به میوه و اینجور چیزا نبودم، یا مثلا به قول اصطلاح عامیانه آب از لگلوچم را نمیفتاده برای میوه، خب ولی شما میوه رو نام ببر که من تو این 4 ساله نخورده باشم. خب الان دارم دنبال اسم جان، من گفتم الان دارم دنبال اسم میوه میکردم که آره همه چی رو خوردم، حالا غیر از میوه های استوایی اینجور چیزا که اصلا پیدا نمیشه، هم میوه هایی که روزمره و روتین هست، سیب، پرتقال، موز، همه اینا رو من خوردم. حالا یکی این که سروینگش رو رعایت کردم که چقدر بخورم. وقتی ما میگیم به یه نفر میگیم که آقا فلان چیزو شما میتونی بخوری، یا مثلا مجازه با آزاد اشتباه میگیرم و میرن مثلا 2 کیلو یوها رو میرن انار میخوره یا 2 کیلو موز میخوره،
آره چون که آره برعکس پروتئین ها اینا چیزایی هستن که به شما اجازه میدن که اووردوز روش راحت بکنید، اشتهات بیشتر میشه. ولی من در حد رفع هوسم مثلا موز خوردم، سیب خوردم، سیب که اصلا فایبرش انقدر بالاست که شما حتی شاید بتونید نصف سیب یه دونه سیب کوچولو رو راحت بتونی بخوری و همچنان در کیتوسیس باشی. کیتوسیس اینجوری نیست که شما بگید زی از مثلا شدی 26 گرم کربوهیدرات از کیتوسیس خارج میشی، نه اینجوری نیست. بستگی داره باز به شما مقاومت انسولینی چقدر، چقدر سطح تمرینات داره، همه اینها. ولی این اینجا من مخالفتم رو اعلام بکنم با همه پیجا و همه مربیای عزیزی که این چیزا رو میگن و رژیم کتوژنیک رو میگم سخت میکنم برای افراد گرفتنش. خب که مثلا شما بگید فلان چیز ممنوع، الان شب یلداست چند روز دیگه و من الان فکر کنم شاید چهارمی یا پنجمی شب یلدایی که دارم پیش روی منه و من همه اینا رو به خیر و خوشی گذاشتم، از همه میوه‌هایی هم که بوده، آجیل‌ها که اوکیه هیچ، از میوه‌هایی هم که بوده استفاده کردم، انارمو خوردم، پرتقالمو خوردم، نمی‌دونم همه اینا رو خوردم. چرا من بیام به یه نفر بگم رطب خورده، من رطب چون کنم؟ خب این مسئله فارسیه. من اینکه خودم خوردم چرا به یکی دیگه بگم که آقا شما نمیتونی شما بخورید؟ چرا انقدر ممنوعیت ایجاد بکنم؟ چرا انقدر دافعه ایجاد بکنم برای رژیم کتوژنیک که شما بگم رژیم کتوژنیک یعنی فقط این آیه‌ای که من میگم و شما خلاف این انجام بدید اصلا مرتد میشی، اصلا میفتی بیرون. بعد مردم از صبح که بلند میشن، ببین من کامنت هایی دیدم که آدم نمیدونست بخنده یا گریه بکنه. خانومی کامنت داده بود که زیر یه پست یه پیج خیلی معروف که پیج علمیه، خودش میگه من مرجع پیج علمی کتوژنیک در ایرانم، خب اون پیج سیاهه، میگه که خانومی نوشته بود که من وقتی که غذا درست میکنم برای بچه‌ها، مثلا برنج بهشون میدم، دستامو میشورم و بعد خودم غذا میخورم. وحشتناکه اینا، شنیدن اینجور چیزا. مثلا میوه مثلا دادم به بچه‌م خورده، خب میوه رو شما وقتی باز می‌کنی، مثلا پرتقال باز می‌کنی، دستت مثلا ممکن که پرتقالی بشه. این همه حساسه دادم شروع می‌کنه زندگی بکنه. آه. چرا ما از وحشت از چربی‌ها این دفعه رسیدیم به وحشت از کربوهیدرات، یعنی نمی‌تونیم این وسط وایسیم. شدیم اصلا یکی از انسولین خیلی می‌ترسیم، با اینکه انسولین همه این چیزایی که گفتم در موردش اوکی همه اینا هست، انسولین و فوبیا پیدا کردیم و کربوهیدرات پیدا کردیم، هورمون لازمه، فوبیاهای جدیدی پیدا کردیم به نسبت به مواد غذایی. حالا از این بره بون دیگه داریم میافتیم دوباره. یعنی شما باید دستتو بشوری، برنجا رو مثلا جدا بکنی از گوشتت. نه این هم حساسیت، چجوری آدم میخواد با این حساسیت زندگی بکنه؟ چرا به نظر من به خاطر اینکه اطلاعات غلطی میدن توی رژیم ها. اگر که شما مثلا دو قاشق انار خوردی، خب لایق این هستی که پرتت کنن ته دره. چرا؟ چون دو تا مثلا قاشق انار خوردی شبیه یلا حوض کردی، حالا بعد از 3 سال مثلا همچین چیزی نیست. اینقدر چرا ما باید مثل این گروهک های داعشی رفتار بکنیم و بگیم که یا کتوژنیک اینه که من میگم، یا این که شما کلن الان برید بیرون از پیج من، مرسی. این نمیشه، اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه رژیم گرفت. رژیمی که دیگه شما چیزی میگم، چون مسئله حیاتیه برای یه نفر، ممکنه که آخرین راهش باشه، واقعا خیلی سخته، ممکنه که برای یه نفر آخرین راه باشه. اینو باید بفهمین، درسته که شما رژیم که دیگه دوست داری، نتیجه گرفتی، همه اینها، ولی تو رو خدا اجازه بده یه نفری که بلده که تبلیغ بکنه، بلده که راه ببره، اون بیاد بگه. به خاطر حالا یه مبلغی که ممکنه که شما ماهیانه بخواید بگیرید یا اینا، با زندگی یه نفر، با یک شخص بازی نکنید. ممکنه که من ببین اون یه نفر خودش 5 نفر ممکنه که اطرافیان داشته باشه، اون 5 نفر 5 نفر دیگه، و اگر شما این مسیر رو غلط برید ممکنه که شاید زندگی 100 نفر خراب بکنید. من هر کسی که منو دیدید که رژیم کتوژنیک بودم و سبک غذایی بود، اول براشون عجیب بوده، اول براشون مخالفت ایجاد می‌شده، تعجب زیادی بود و بعد میدیدن و بعد سوال میکردن و بعد حتی همراهی میکنن. خب خانواده من نمیدونم، دوست رفیقای من، خیلی براشون جالبه که بدونن که این رژیم چجوریه و من از من سوال میکنن که آقا شما رژیمی واقعا این همه داری میخوری؟ اینا رو میخوری لاغر میشی؟ گفتم آره، چون من درست میخورم، زیاد نمیخورم، حتی اگر زیادم بخورم چون درست میخورم مشکلی پیش نمیاد. کاملا. و بنابراین
خیلی مهمه برای افراد که اون زندگی اونها تحت تاثیر قرار گرفته. فقط ما خودمون نیستیم، شما باید این باید کسی دیگه شما رو ببینه، از شما الهام بگیره، بتونه سبک زندگیشو، سبک غذاییشو، خیلی سخت هزینه آدم ببینه که عزیزانش، دوستش، رفیقش، جامعهش و کشورش درگیر یه سری مشکلاتی هستن که فقط با یک تغییر جزئی توی غذاها مشکلشون حل میشه. حتی الان میبینیم که ما صحبت از سرطان هم شد، حالا من نمیگم بیماری‌های راحت‌تر، بیماری‌هایی که اکثرا مشکل سندروم متابولیکه یا مشکل ارزم خدمت شما که مشکل سیستم ایمنیه، اینا که راحت نسبت به چیزهای دیگه خیلی راحت‌تر حل میشن. برای ما خیلی باید دقت کنیم که وقتی که داریم یک حرفی میزنیم، خصوصا اگر مخاطب زیادی داریم، حرفمون سنجیده‌تر باشه، رفرنس بدیم یا از یه نفر نقل بکنیم، بگیم فلانی گفت اینجوری، دکتر فلانی گفت اینجوری، من نمیگم هر چی که من گفتم اینجا درسته، شما ببینید که حرف درست از دهن کی در میاد، یه نفر باشه که اطلاعات درست داشته باشه، بتونه پای حرفی که زده وایسه و یه مبنای ارائه بده. اینکه شما بگید فلان چیز انار ممنوعه، پرتقال ممنوعه، سیب ممنوعه، اینطوری نیست. یک مثلا شما لیست غذا، لیست میوه‌های مجاز در رژیم کتوژنیک رو که میگی میپرسی، میگن خیار و گوجه. خب خیار و گوجه که اولا سفیجات هم میوه نیستن، حالا ما میاریم تو ظرف میوه‌مون خیار میچینیم، اون چیز دیگه ایه، ولی میوه ها ممنوع شدن، همه چی میوه ها ممنوعه. چون غیر از نارگیل گوجه میوه هست، واسه خودم هم عجیب بود که گوجه جز میوه‌جاته. یه چیز تنظیم آره. داشته بود که یک، زمین مسطح نیست، دو، زمین مرکز منظومه خورشیدی نیست و خورشید مرکزه، و میگفت بیسیک فکتس، اینا حقایق پایه‌ای. یکیش هم اینه که گوجه هم جز میوه هاست، ولی خب در واقع درستر درسترش که اخیرا دارم میشنوم جز نایت شیدز هست، حالا فارسی نمیدونم سایه شب چی ترجمه آره. کنید نداره معادل، آره آره معادل گویا نداره، سیفیجات میشه، سیفیجات مرکبات اینجور چیزا، آره آره اینجور چیزها. به هر حال همه اینا مثلا میگم حالا سفیجات، کدو، بادمجان، اینجور چیزها، همه اینها میتونن توی رژیم کتوژنیک باشن و نباشن، این کاملا بستگی شما داره. فرد آره فرق میکنه. و مسئله مهم میدونی چیه؟ اینه که من همیشه مثالی که میزنم اینه، اگر که شما یک وعده تخم مرغ بخورید، خب به شما نمیگن رژیم کارنیور. اگر یک وعده پاستا هم خوردی، به شما نمیگن پاستا خور. بستگی داره که این پاستا رو یا این میوه رو شما چقدر میتونید این گوشت رو چقدر ادامه میدید. خب توی یخچال شما بیشتر میوه و عرضم به خدمت شما که تیتاپ و کیک و اینجور چیزا پیدا میشه یا نه، وقتی باز میکنید رژیم چیزایی رو میبینید که توی رژیم کتوژنیک میبینید، یعنی انگار که هرم غذایی رو توی یخچالتون چیدید. ببین هرم غذایی که دارید میخورید توی 10 روز اخیر، توی 3 ماه اخیر چیا رو دارید بیشتر میخورید، اون رژیم شماست. اصلا رژیم ها به قول آقای کریس ایروان که میگه، آقای دیکیتالوژیست میگه که اصلا اسم ها مهم نیستن که شما چه اسمی میذارید روی رژیمتون، مسئله سلامتیه. شما چی دارید میخورید به من بگو توی 3 ماه اخیر چیا خوردید، مثلا من به اسم رژیمتو بگم، مثلا نمیدونم بگم اینو بخور اونو نخور. خب اگر یه نفر بیس غذاش و منطبقه بر کیتو، میتونی شما بهش بگی کیتو بودی و 6 ماه 9 ماه شما کیتو باش، 3 ماهش رو متعادل زندگی بکن. خیلی سوال خیلی از افراد هست که میگن ما تا کی باید کیتو باشیم، و من میگم که تا همیشه میتونی باشی. یعنی این سوال بازم سوال اشتباهیه که من تا کی میتونم باشم یا تا کی باید اینو ادامهش بدم. معمولا این سوال از اونجا در میاد که شما در ذهنیتت کتوژنیک رو یا یه چیز عامل محدود کننده می‌بینی، خب یا عامل مضر می‌بینی. اگر محدود کننده است، پس شما احتمالاً مواد غذایی رو همچنان بهش اعتیاد داری، و یا اینکه مواد غذایی مجاز در رژیم کتوژنیک رو نمی‌شناسی. درست. و من به جای اینکه به افراد بگم که در رژیم کتوژنیک چی ممنوعه، ما بیایم بهشون بگیم که چیا مجازه. خب مجازا رو بشماریم. ممنوعات که زیاده. مجازها چی هست؟ حالا من با این امکاناتی که دارم چی؟ من میتونم الان به عنوان بگم من یه آدم ایرانی هستم که اینترنت پرسرعت ندارم، فلان چیز رو ندارم، ماهواره آزاد ندارم، دارم مشروب بار توی خیابون ندارم. خب همه اینا درست. چیزایی که دارم چیه؟ امکاناتی که دارم چیه؟ آیا تو خونه خودم به قول شما میتونم یه لینک پیدا کنم یه کتاب بخونم؟ این که دیگه از من نگرفتن که، قدرت فکر کردنی که از من نگرفتن که.
تحقیقو که از من نگرفتن همچنان. خب پس من چرا رژیم کتوژنیک، حالا اینو انطباق بدیم روی هم چیزایی که مجازه، من در یخچالم باز میکنم ببینم چه چیزهای مجازه و چه چیزهایی دارم، با اونا میتونم یه غذای درست بکنم و اینقدر ماشاءالله تنوع داره. الان میبینید که اینقدر پیجا، من اون روزی که واقعا شروع کردم رژیم کتوژنیک رو، حالا دستورهای غذایی مشکل با ترجمه نداشتم، یعنی میتونستم ترجمه کنم مواد غذایی درست کنم، شیرینی، شکلات، این جور چیزا رو. یکی اینکه خودم زیاد اهل اینجور چیزا نیست، اهل خیلی مخلفات و خیلی شلوغ کردنش نیستم، یعنی با هم دو زخمه ساده هر روز میتونم ادامه بدم. ولی میدونم که بعضی از افراد ممکنه که غذا رو دوست داشته باشن که باش بازی بکنن، تنوع داشته باشن، ولی به هر حال الان خیلی امکانات هست، انواع پیج ایرانی فارسی هست، موادش هم که هست میتونن برن استفاده بکنن و بخورن. حالا در مورد چیزی که شما با آقای آرمین صحبت میکنید در مورد تنقلات مثلا کتویی، خب در مورد مکمل ها حالا صحبتش هم بشه، چیزی که من میتونم بگم، میگم چون نمیتونم محدود کنم افراد رو بگم نخورید، اینی که در حد رفع هوس اشکال نداره. من میگم اگر که شما هوس مثلا کیک کردید، خیلی بهتره که شما یک وعده کتویی شو بخورید. درسته که حالا علاوه بر مواد غذایی ممکنه که آسیب‌هایی که میزنه احتمالی هر چی پول دور ریختن باشه، بد مزه باشه فلان اینها، بهتره اینی که شما برید یه دونه کیک مثلا برانی کارخونه ای بخرید. آره اگر مشکل اینه و مشکل این حل میشه، برو درست کن بخور، چون چیز خاصی هم نداره خودش. حالا آرد بادام مثلا، تخم مرغ هم میزنی با هم دیگه چیز میخورید، این رفع حواست میکنه. ولی میگه ما در زندگی معمولیمون، میگه ما هر روز شیرینی شکلات میخوریم، میگه شیرینی خامه ای میخوردیم دیگه در زندگی قبل از که، چطور یهو کتوژنی که شروع میشه ما یادمون میفته که امروز باید پنکیک درست کنم، فردا باید کیک بدم فلان درست کنم، رد ولوت درست کنم، حالا باید بستنی درست کنم. نه اینجوری نیست که، پنجشنبه جمعه یه تعطیلی اینجوری اگر استفاده بکنید، من میگم شما بخور راحت از این کیتو تریپ راحت میتونی استفاده بکنی، فان بشه، بهش میگن فان کاربز، میتونی استفاده بکنی، چه اشکالی هم نداره. از میوه ها همچنین، میوه ها من میگم به هر کسی که دوست داره میوه بخوره، میگم آقا میوه بخورید، در حد سروینگش بخورین و اون فریکونسیش هم خیلی مهمه که شما چه مقدار دفعه در مثلا در روز، آیا یه پر پرتقال و دو پر پرتقال واقعا اینجوریه که شما رو از کیتوسیس کاملا خارج بکنه؟ من در یک روز در سال من دو پر پرتقال بخورم کجا میره اصلا؟ آره. حالا ولی اینه که شما میه اینو هر روز میخورید و هر وعده که میخورید نیم کیلو میخوریم پرتقال جلو خود باید نمیتونیم بگیریم. خب دو تا پرتقال شما بخورید تمام دیگه. آره من اصلا اپایل رژیم مدت ها فکر میکردم صبح مجازه، یعنی من خیلی نیاز به مطالعه داشتم که اصلا بفهمم کربوهیدرات یعنی چی. یه نوع ماست بود که قندش 7 خورده‌ای بود، من اون رو میخوردم و خب من اینجا لهستان زندگی میکردم، هنوز نمیدونستم قند یعنی چی، چجوری روی مواد غذایی میزنم. فکر میکردم که حالا ماستی که چربیشو زده عدد بالایی زده، که اینجا مثلا 3.2% بود، فکر میکردم این مجاز هست. ولی با وجود اینکه اینها رو مصرف میکردم، اول رژیمم بود آنچنان بدنم عادت نکرده بود، داشتم چنان وزن کم میکردم که من 2 هفته تعطیلات میان ترم داشتیم، اصلا همه تعجب کرده بودن. یعنی ما نمیخوادیم همه مته رو خشخاش بذاریم. من همه اوایل سیب میخوردم، تا یه 2 ماه اینا کلان سیب میخوردم و فکر میکردم که مشکلی نداره، آنچنان یه سیبای ترشی بود، خیلی هم دوست داشتم و همچنان داشتم وزن کم میکردم، سلامتی من داشت بهتر میشد. حالا در مورد چیزهایی که گفتی از ماکرو شروع کردی، من 3 تا چیز رو بگم آخرش با یه سوال. ماکرو دقیقا همینجور که گفتی، ما اپ و اینا نداشتیم که ماکرو رو توش بزنیم و میزان سیدیمون اینا رو باید در نظر بگیریم. و مسئله که در مورد ماکرو گفتی که مثل کلید ولوم بهش فکر بکنیم، یه مسئله دیگه چی؟ قانون اهرم اسمش بود. قانون اهرم. یه قضیه دیگه هم هست، ممکن یه چیزی ماکروش مثلا به قندش نگاه بکنی درست باشه. یعنی مثلا ما روغن چیز رو نگاه بکنیم، روغنی که از سویا میگیرن یا مواد غذایی همه روغنی. آره همه روغنا، روغنایی که خیلی هم مضرن همشون قندشون صفره.
ولی این ماکروش درسته، یعنی نگاه که میکنی هیچی به قند اضافه نکرده ولی ضرر خیلی زیادی دارن. بعد پس وقتی که ما به ماکرو نگاه کنیم به جای نوع غذا، دچار این تله ها میشیم. بعد دقیقا همینجا که گفتی، فرد هم تا فرد تا فرد فرق میکنه، هم بر اساس کاری که در اون روز انجام میدیم فرق میکنه. گفتی که مثلا ورزش و اینها، من قبل از این که اصلا با رژیم که تو آشنا بشم 87-90 کیلو اینها بودم، وقتی که میرفتم باشگاه، از باشگاه که برمیگشتم احساس میکردم تمرکزم بهتره، قشنگ راحت میشونستم پای ترشمم، کارم انجام میدادم، بی آروم قرار نبودم. یعنی خیلی حالتی رو که توی کتوسیس شما تجربه میکنه تجربه میکردم. چرا؟ چون که اون ورزشی که انجام میدادم با وجود اون رژیم خیلی بدی که داشتم، یه جور من رو به حالت کتوسیس نزدیک میکرد. با وجودی که رژیم سرشار از کربوهیدرات داشتم، رژیم بسیار ناسالمی داشتم، اون کاری که توی اون روز میکردم تأثیر میذاشت و فرد تا فرد فرق میکنه. یعنی مثلا من شده بودم 90 کیلو، یه نفر میبینی که همون اصلا افرادی که پای یه سفره میشینن از یه خانواده، ژنتیکشون هم به هم نزدیکه، هر فرد از خانواده به شکل دیگه، به شکل متفاوتی داره اینا رو نشون میده. پس فرد تا فرد خیلی فرق میکنه. من حتی این روزا ممکنه واسه خیلی عجیب بیاد، اینه که من خیلی روزا عسل مصرف میکنم، اخیرا عسل کاملا خام از کشاورزی که اینجا میفروشن، من حتی عسل مصرف میکنم. حالا اگر که توی این پیجا بعضی جا بگی که عسل ممکن اصلا بهت کلی شد و بعدا بگی را بگن که اوه این تو داری یه چیز هرتیک رو میگی، یه چیز حالت کفگویی داری میکنی، ولی واقعا فرد فرد فرق میکنه. من اگر که به کسی بخوام توصیه بکنم، توی 3 ماه اول دقت بیشتری رو میگم انجام بدن. حالا همینجور که گفتی گرجوال آروم آروم وارد چیز بشن، اون درسته، ولی اوایلش اون 3 ماه یکم بهتر رعایت بکنن، همه مشکلات پیش‌زمینه‌شون مصرف میشه، بعدن میتونن خیلی چیزا رو استفاده بکنن. منم هم همینجور که گفتی میوه ها رو مصرف کردم. از آخرین بار که سیب خوردم تا کلی وقت سیب نخوردم، چون که حواسی هم واسش نداشتم. اولین باری که پس از اینکه آشنا شدم با رژیم دوباره یه دونه سیب خوردم، فکر می‌کنم هولوش 2 ماه بود، می‌خواستم ویدیو بگیرم که یادم رفت. و ما در مورد وزنم صحبت کردیم که اصلا ما نباید روی کاهش وزن تاکید بکنیم، چون که بعض یه عامل دیگه هم این هست که بعضیا هستن وزنشون اوکیه، وزنشون هیچ چیزی نشون نمیده ولی ناسالمن، و افرادی هم که وزنشون سالم هست، وزن متعادلی هست، بیان رژیمی که تو خیلی مزایاشو میبینن. مثلا پسرمو خودم رژیمی که تو رو اومد هیچ اضافه وزن نداشت، اصلا لاغر لاغر، ولی الان خوشحاله که وقتی که میره سر کار، کار حساسی هم انجام میده، تعمیرات ویولون انجام میده، خوشحال از این هست که اصلا غذا واسش دیگه محدودیت نیست. اینجوری نیست که گرسنه بشه یا قندش بیفته، خیلی تمرکزش موقع کار بیشتره و کارشو از قبل هم بهتر انجام میده. و سوالی که داشتم مربوط به همینه که ما، جالبه از اول مکالمه من خیلی وقتم پس میگذره، فکر میکنم باید اینو دو قسمتیش بکنم. ما از اول مکالمه تا الان اصلا در مورد کاهش وزن صحبت نکردیم. از من نمیدونم، تو گفتی 8 ماه اینا طول کشیده که وزنت کم بشه. آره. و احساس میکنم که وزن خیلی زیادی داشتی تصور اینه، چون که من فکر میکنم بعد از 3 ماه و اینا دیگه به همین وزن که الان اصلا رسیدم. مشکلاتی رو که قبل از رژیم داشتی چی بودن؟ در واقع من میخواستم با این سوال شروع بکنم، یهو مسیرهای دیگه رفت. آره، گفتی که عذاب هایی میکشیدی قبل از این که رژیم رو شروع بکنی، چه عذاب هایی میکشیدی، چه مشکلاتی داشتی و انگیزت واسه شروع کردن رژیم چی بود؟ سوالی که اول میخواستم بپرسم آخر الان پرسیدم، فکر میکنم با همین تموم کنیم. خوبه، آقا من یه پرانتز اول باز کنم از بحث قبلی تا دور نشدیم. این که گفتیم مثلا افرادی که لاغر هستن و رژیمی که جنیک رو میگیرن، خب اینو من توی پیج آقای دکتر بری دیدم و یادم لایف داشتم چی چیزی بود، یوتیوب بود، چه میگفتش که بدن آدمیزاد، خب حتی اگر شما لاغر هستین، بدن آدمیزاد برای این طراحی نشده که شما روزی مثلا 3 بار 4 بار خب بخواید آشپزی بکنید و روزی 3 یا 4 بار گلاب به روتون توی دستشویی باشید. خب بدن آدمیزاد این وقت به این مهمی و این وقت با ارزش رو
شما دارید 4 وعده دارید غذا درست میکنید و 4 دفعه دارید میرید دستشویی. خب و بدن آدمیزاد اینجوری نبوده، اصلا دیزاینش این شکلی نیست که بخواد این همه. شما ببینید به صورت میانگین میگن که یک فرد امریکایی چقدر 8 سال از عمرش رو فکر میکنم توی دستشویی میگذرونه. خب و 1/3 از عمرمون هم که ما خوابیم، یعنی 8 ساعت از 24 ساعت رو که اگر خواب باشیم، اگر خیلی ایدئال 90 سال شما عمر کنید، 30 سالش رو خواب بودید و نمیدونم 8 سالش هم توی دستشویی بودین. خب برای اینجا نزدیک 40 سال از دست دادید. میگن 90 سال آدم با تجربه ایه دیگه، ولی نمیدونن که 40 سالش رو طرف یا خواب بوده یا توی دستشویی بوده. بنابراین اگر که خیلی از افراد مشکل دارن میگن که من دچار یبوست شدم یا فلان، میگم که این درسته، این اصلا همینه، اصلا نباید سوال تعریف چیز دیگه ایه، ولی اگر که شما زیاد به دستشویی نمیرید یا نیاز به دستشویی نمیکنین، بدن شما حالا انگلیسی راحت تر آیه دکتر بری میگفتش که نو کارب نو کرپ. خب یه وقتی شما کربوهیدرات نمیخورید، خب آشغالی هم تولید نمیکنید. خب در واقع نمیخوام کلمات بد استفاده کنم ولی مجبورم چون بحث علمیه. وقتی شما اسم مدفوع رو میشنوید، این یعنی چیزی که از بدن شما دفع شده، یعنی مواد سموم زائداتی بوده که بدن شما اینها رو نوتریشنش رو گرفته و بقیهش رو دفع کرده. خب وقتی که شما پروتئین میخورید، چربی سالم میخورید، کجای این یه چیز بدی هست که بخواد دفعش کنه؟ بنابراین شما نیاز کمتری، خیلی خیلی ساده و عامیانه، شما نیاز کمتری به دفع چیزای زائد دارید، زائداتی بدن شما درست نمیکنید. همین صحبت آقای بنازادی بود امروز، میگفت در سوخت، در سطح سلولی بدن شما از کیتون ها وقتی استفاده میکنه دیگه اون زائدات و آشغال ها رو درست نمیکنه. اون دود رو مثلا یک ماشین چیزی رو مثال میزد، مثل یک کامیونی رو مثال میزد که داره با سوخت گازوئیل داره حرکت میکنه و چه دودی تولید میکنه. شما در بدن شما در حالت معمول این شکلیه، ولی وقتی شما کیتون میشید، میشید این ماشین تسلا. دود و آلودگی مواد آلاینده کمتری تولید میکنید و بنابراین نیاز به دستشویی رفتن حتی کمتر میشه. در همین حد حتی تا اینجا میشه مزایای رژیم کتوژنیک رو شمرد. بنابراین این فرصت به افراد، این امکان، این مزیت رو بخش، این امکان رو به افراد میده. خب که برای کسایی که میخوان کارهای سخت بکنن، کارهای طراحی میخوان انجام بدن، میخوان کارهای تمرکز بالایی میخواد، مثل همین تعمیرات شاید ویولون که خیلی کار حساسیه، میخوان انجام بدن، بتونن تمرکز بیشتری داشته باشن. اگر شما یک سره قندتون بالا بره، پایین بیاد و احساس دستشویی داشته باشید، نمیتونید رو کارتون تمرکز کنید. من آهنگسازی رو دیدم چند روز پیش که میگفتش من خارجی بود، شده که یک ترک رو ریکورد کردیم و 72 ساعت گذشته و من اصلا نخوابیده بودم و نه دستشویی رفته بودم و نه غذا خورده بودم. این دیزاین بدن آدمیزاد چیز عجیبی نیست. ما اگر 2 ساعت یه بار گرسنه‌مون میشه، ما مشکل داریم. این مشکل چیز دیگه نیست، بدن ماست که مشکل داره. اینو گری تابس میگه که همین، میگه که اگر که شما هر چند ساعت یک بار غذا بخورید، مشکل سیستم متابولیکی شماست که اونم باز از غذاها، از غذاهایی که شما میخورید این برای سر شما میخوره. و بعد یبوست هم این هست که تعریفش درددار بودن دفع هست، نه اینکه مثلا ما یه بار بریم مشکلی نیست، این تعداد دفعات، تعداد اون آشغالا کم شده، حجمشون کم شده، پس نیاز کمتری هم پیدا میکنیم. بعد در مورد مسائلی که خودم داشتم میگم، برای من در ابتدا هر کسی که شروع میکنه شاید این کاهش وزنه بهترین چیز باشه، یعنی قوی ترین عامل انگیزشی کاهش وزنه باشه. خب ولی بعد از چند مدت میگذره، یعنی شما سریعا این حالت ها رو میبینید، بهبود خواب برای من خیلی مهم بود، خواب من خیلی افتضاح بود، یعنی واقعا میگم ساعت های زیادی میخوابیدم ولی کیفیت خوابم آنچنان تعریفی نداشت. توی خواب مدام رفلکس معده داشتم، خوابای بد میدیدم، کابوس میدیدم. خب و نمیدونستم که اینها به خاطر غذا خوردن منه، فکر کردم شاید به خاطر کتابیه که میخونم، مشکل روانپریشی منه. خب اگه شما برید پیش روانشناس، میگه شما استرس داری، یه خورده فلان قرصو بخور درست میشه. هیچ کس به شما نمیگه که هیچ دکتری، یعنی نه حالا نمیگم هیچ
جمع کلی میبندن، ولی دکترها اکثرا این مسئله رو به شما نمیگن که غذا تو میتونی تغییر بدی و همه اینها حتی خلق و خوی شما وابسته به غذاست. و مشکلی که هست، حالا من این قضیه رو جدای از یه خورده فراتر میرم، یه خورده رادیکال تر میشم، به خاطر اینکه میبینم که این آقای آرمین هم همینو میگفت، بلاهایی که این سازمانهای قضایی سر افراد آوردن، خب سازمانهای قضایی و دارویی، واقعا غیر قابل بخششه. درسته که اینها به نظر من که میدونستن، میگه فرض میکنیم که نمیدونستن، ولی به نظر من میدونستن که شما از 70 سال پیش تا الان انجمن دیابت آمریکا رو بگیرید، انجمن قلب آمریکا رو بگیرید، همه این سازمان‌های بهداشت داروی غذایی، همه اینها کاملا مطلع بودن که چه ساینسی پشت این غذایی هست و چه کار دارن میکنن. و این یک کار بیزنس بود به نظر من، این حجم از روغن‌های گیاهی رو تولید کردن و اینها 100% کار بیزنسیه. و اصلا مسئله اینه که سازمان‌های غذایی خب هیچ اهمیتی به سلامت شما نمیدن، و سازمان‌های سلامتی که درگیر مثل دکترها، سازمان‌های پزشکی، هیچ اهمیتی به غذای شما نمیدن. این دوتا با هم دیگه کار میکنن، با هم دیگه هم دستن به نظر من. مشکلمون اینه. به هر حال برای من این مسئله بود که ریفلاکس معده داشتم، مشکل آستم رو داشتم، اضافه وزنم رو داشتم، و اضافه وزن خودش باعث تشدید آستم میشه. چقدر اضافه وزن داشتی؟ من عرضم به خدمت شما که در بالاترین وزنم 99-98 اینها رو بودم. بعد این مدت رفتم باشگاه ورزش میکردم، مدت 3-4 ماه خیلی سفت و سخت و اینا، 4 کیلو فقط کم کردم، با اینکه رژیم غذاییم هم درست بود، 4 کیلو وزن کم کردم. بعد رسیدم فکر کنم به شاید به نزدیک 89-90 اینها، به زور دوباره برمیگرده دیگه، چون وقتی که چیز میکنی، چون رها میکنی، دوباره وزن برمیگرده. و توی شاید توی 90 اینها بودم و اصلا فکر نمیکردم موقعیتش که بخوام بیفور افتر از خودم بگیرم. حالا اکثر مشکل آدمای چاق این مشکل دارن که عکسای بیفور خیلی کم دارن، یا من مشکل داشتم یه جایی ان که مثلا معلوم نیست، یا پشت یکی قایم شدن. منم واقعا یا علاقه ای کلا به عکس ندارم، یعنی توی روحیات آدم، توی چی اعتماد به نفس آدم حتی تاثیر میذاره چاقی با اضافه وزن، و آدم از جامعه دور میکنه، از خیلی از میدونین لباس تنگ پوشیدن و اینجور چیزا، اینا هم از مزایای جانبیش هست، آخر لاغری اینجور چیزا هست. ولی مسئله های کلی برای من سلامتیش بوده، یعنی میگم حتی با این وجود این رژیم، با این ویروس کرونا و اینجور چیزها، من خیلی به سیستم ایمنی خودم مطمئن ترم نسبت به قبل تر، و سعی میکنم هی قوی ترش کنم. خوابم الان به خاطر مشغله و کاری که دارم خوابم ضعیفه و اینو خودم میدونم، و اگر که روی خوابم کار بکنم دوباره مثل روزای اول کار بکنم، واقعا میدونم که، یعنی شما میدونی از درون داری خودت رو درست میکنی، مثل یک شهر بی‌دفاعی نیست که در دروازه باز باشه و سربازه یه مش سرباز ببخشید چلاق داخل قلعه جمع شدن. خب بدن من قبلا اینجوری بود، یه در دروازه باز و سربازهای چلاقی که داخل بودن، خب این هر کسی میتونست بیاد اینو تسخیرش کنه و بره، ولی الان هم در دروازه بسته است و هم سربازهایی که داخل هستن خیلی آماده و مسلحن. حالا با رژیم غذایی، با خواب، یعنی شما همه اینا رو باید در کنار همدیگه بذاری، پازل رو، سیستم ایمنیت رو تقویت بکنی. مردم دنبال دارو هم، مردم دنبال واکسن هم، دنبال ماسک هم، دنبال نمیدونم یه راهکاری، یه چیزی که از آسمون بیاد و شما رو نجات بده، ولی همیشه به خود آدم برمیگرده. شما سیستم ایمنیتو تقویت کن و زینکتو بگیر، آفتابتو بگیر، ویتامین سی تو بگیر، نوتریشنتو بگیر. اگر که مریض شدی اون چیز دیگه میشه باش در موردش صحبت کرد، ولی آدم سالم، اگر که شما، من اینو میگم، اگر که شما مریض میشی، کسی مریض میشه 100% به خاطر یا مشکل تغذیه‌شه یا مشکل سیستم ایمنیشه. یعنی بدن خودش میتونه با میکروب‌ها، با ویروس‌ها، خب همچنان که در بدن ما الان یک مسئله که خیلی دارن بهش میپردازن، بهش میگن گات مایکروبیوم، یعنی میکروب‌هایی که توی سیستم گوارشی ما هستن. اینا میکروب‌هایی بودن که شاید میلیون‌ها سال پیش
میتونستن یه آدم رو از بین ببرن، ولی بدن ما انقدر در اون زمان قوی بود از لحاظ سیستم ایمنی که تونست اینها رو به استخدام خودش در بیاره، این میکروب ها رو درون خودش نگه داره و ازشون سوء استفاده داره میکنه، در واقع آداپتشون کرده، بومیشون کرده. حالا فکر کنم 70 درصد ما میکروب باشه، فکر میکنم باکتری های مفید میکروب نه، چون میکروب عامل بیماری زاست، باکتری های مفید هست که 70 درصد بدن رو اگر اشتباه نکنم عددش رو تشکیل میده. اصلا میلیارد ها هستن که در درون بدن ما هستن. و الان شما مثلا یه دونه، من خیلی اطلاعات علمی بالا نیست، ولی مثلا اگر شما پروبیوتیک میخورید مصرف میکنید، اونها یک نوعی از باکتری ها و اینجور چیزها هستن که شما اونو میخورید که داخل بدنتون برن کار انجام بدن و غذایی رو که شما میخورید بتونن پروسس بکنن. ما مشکل اونا رو داریم. یا مثلا میگن سرکه سیب بخورید به خاطر اینکه آنزیم ها رو فعال میکنه، به خاطر اینکه اون میکروبیوم ها رو تقویت میکنه. غذای بد نخورید، غذای بد نه که مثلا فقط نوشابه باشه، سودا باشه، غذای بد یعنی که هر چیزی که روی اون مثل حبوبات و غلات. وای من نفخ شدید و وحشتناکی داشتم، یعنی اصلا غیر قابل توصیفه، خیلی اذیت میکنه اینها. و مثلا اگه شما یک جای ساکتی میرفتی مثلا میخواستی اونجا صحبت بکنی، هیچ دست خودت هم نیست، میدونی غذا هم نخوردی، معده خالیه، ولی و نمیدونی اصلا این دقیقا کجا داره میاد این صدا، یک صداهایی میاد که اصلا میخواد زمین در هم باز کنه و تو بری اون تو. اینا الان دیگه من مشکل ندارم دیگه، یا مثلا باد گلو نمیدونم، همه اینا در کنار هم دیگه هست. و همین جلوه آدم توی بین دیگران، اینکه به هر حال شما رو هم فرد سالمی میبینن، خیلی مهمه که شما رو فرد سالمی میبینن. از کسی که میتونه این تغییر رو در خودش ایجاد بکنه و نگهش داره، خب به نظر من آدم شخص متفاوت دیگه ایه. یعنی میتونی شما به این آدم اعتماد بکنی. بقول یارو میگن کسی که تونسته رژیمش رو عوض بکنه، مسئله سیاسی صحبت نکنیم، ولی برای اینجوری شما تونستی رژیم غذاییت رو عوض بکنی و این خیلی به نظر من توی مردم خیلی چشمگیره، خیلی براشون حس احترام به وجود میاد که بالاخره شما یه کار بزرگی رو انجام دادید، کاری که اکثر مردم از انجامش ناتوانه و اگر انجامش میدن دوباره برمیگرده وزنشون و دوباره درگیر اینها هستن. درسته. این مزایای رژیم کتوژنیک بود. برای همین که من میگم تبدیل به ریلیجن شده برای من دیگه، الان هدفم لاغری نیست، لاغر فیت نیستم خب، ولی همه مشکلاتی که الان هم دارم خب مال سیستم زندگی قبلی منه، مال 30 سال گذشته است، 34-35 سال گذشته است که اونا رو همچنان دارم با خودم میبرم. بنابراین من میگم اگر که کسی میتونه مثلا این رژیم رو توی 15 سالگی شروع بکنه، خیلی براش عالیه که به اینجا نرسه، به نقطه غیر قابل بازگشت شما نرسید خب. یا اینکه اجبار شما نباشه که بخواید کتوژنیک بگیرید، آگاهانه انتخابش بکنید. باور کنید که هیچ کس به شما نمیگه که اگر که شما روغن گیاهی رو گذاشتید کنار، مواد صنعتی رو گذاشتید کنار، روزی 5 کیلو میوه که میخوردید اونا رو بذارید کنار، بدن شما آسیب میبینه. هیچ کس، هیچ دکتری این حرف رو قطعا به شما، اگر همچین حرف کسی به شما زد، من برم دکترم ببینم که آیا دکتر من به من میگه که روغن گیاهی رو کنار بذارم یا نذارم. 100 درصد باید کنار بذارید. روغن گیاهی 50 ساله که توی بازار مارکت دنیا اومده. قبل از این ما از چی داشتیم تغذیه میکردیم؟ از آیا اون موقع کسی کلسترول داشته؟ مشکل کلسترول ما داشتیم، میلیون ها سال ما داشتیم از اینها استفاده میکردیم. چربی حیوانی چیزی بوده که ما استفاده میکردیم، از همون شکاری که بشر میکرده اون چربی رو میگرفته، ارگان ها رو میخورده، پروتئین رو میخورده. و اون چه یه صحبت جالبی هست، شاید شما دیده باشید چون اصلش انگلیسی، میگن هر چیزی که آیا من اینو بخورم یا نخورم، خب سوالی برام، هر چیزی که میگن، هر چیزی که مادر بزرگ شما به اسم غذا اونو میشناسه شما بخورید. میدونی یعنی که مال 100 سال پیش به قبل باشه، اونا آدما اونا میشناسن که غذا چیه. الان این چیزای جدیدی اون واسه مثلا مشخص نیست که چیه، انقدر ترکیبات داره. به قول آقای کمبری که اصلا میگه one ingredient food،
یعنی آره. یه دونه ترکیبات یا دو تا ترکیبات داشت دیگه. تخم مرغ یه ترکیبات نداره. ترکیبات تخم مرغ چیه؟ ترکیبات گوشت چیه؟ هیچی. گوشت فقط مثلا گوشت. ولی شما مثلا کالباس که می‌خرید داره نیتریت فسفات سدیم نمی‌دونم چیه فلان کاروگینان همه اینا رو با هم دیگه گلوتن با هم دیگه چسب زدن و یه غذا تولید شده. اگر شما چیزی رو می‌بینید که واقعا از درخت در اومده بیرون و سالمه و جی ام او نشده یا مثلا فراوری نشده شیرین‌تر نشده و می‌بینید که سالمه، دکتر باز کمبرین همینو میگه، میگه آدمیزاد میوه خور هم بوده ولی سالی یه بار میرفته مثلا میگشته میدیده مثلا چهار تا توت وحشی پیدا میکرده این شکار میخورده و اکثر میوه های وحشی، میوه ها اصلا کلان وحشی هستن، این اجازه رو نمیدن چون یک سیستم های دفاعی دارن. اونا هم مثل حیوانات، گیاه ها هم حتی یک سیستم های دفاعی دارن که نمیذاره که شما از اونا زیاد بخورید. حتی اسفناجش بعد از روش تاکید میشه یه ماده خیلی چیزی داره به نام اگزالات. شما اگر این اوگزالات رو زیاد استفاده نمیذاره استفاده بکنید، یا بادام، اینا سیستم دفاعی های این چیزه، این گیاهانه. ولی شما سیستم دفاعی یه دونه مثلا گوسفند رو خب در نهایتا در شاخ زدنش یا مثلا فرار کردنش شما میتونید ببینید، ولی گیاه که نمیتونه حرکت بکنه مجبور اون سموم رو دفع بکنه. دقیقاً. و دیگه اون سموم دیگه توی بدن اون چیز نیست، اون سیستم دفاعیش به صورت مثلا شاید شاخه، شاید لگد زدنه. اگه شما اون سیستم دفاعی رو شکست دادید تموم شده دیگه. ولی برای گیاهان جوری نیست. ما اونا رو گرفتیم، گیاهان رو گرفتیم، تغییر بذر و نشا و اصلاح نژادی کردیم اونا رو که اونها رو ازش بگیریم. اینجاست که مشکل ایجاد میشه. وگرنه اگر شما چیزی دیدید که واقعا ارگانیکه، نه اینکه برچسب ارگانیک داشته باشه، چیزی که ارگانیک دیدید طبیعی در اومده از زمین، حتی به قول شما عسل، عسل مثلا مانوکا، آیا ما داریم عسلی داریم صحبت میکنیم که پر از شکر و پر از فروکتوز یا اون زنبور رفته دقیقا به این کاری که میکنن اینه که ظرفای شکر یا شهد رو پیش کندوها میذارن که زنبور عسل زیاد نره دور رو بخواد برگرده، همونجا شهد عسل رو پروسس میکنه و اون عسل رو نمیشه خوردش حتی با اینکه خود زنبور درستش کرده. ما از عسلایی که شیمیایی هستن و تو کارخانه تولید میشن اصلا اونا رو صحبت نمی کنیم، همون عسل طبیعی یا عسلی که مثلا واقعا به صورت طبیعی خام بهش میگن، عسل خام یا عسل کوهی یا حالا گوشتای مثلا میگن گرسفد که دامیه که چریده، یعنی گیاه خورده پروسس کرده اونو، گیاه سالم خورده و توی بدنش تبدیل به گوشت شده، و مشخصا تفاوت داره اینها. چرا مثلا میگن که آقا چرا میگن عسل، پس مادر بزرگ من عسل میخورده؟ من میگم اگر شما سیستم متابولیکی مادر بزرگتون رو داشتید و عسلی که مادر بزرگتون میخورد رو پیدا کردید بخورید. من نم سیستم متابولیکی اونو دارم، مادر بزرگم رو دارم و نه اون عسل دیگه گیرم میاد. بنابراین این عسلی که میزنن، عسل خانسار، عسل نمیدونم کجا، عسل اردبیل، عسل فلان، نمیخورم اونا رو. عسل من دیدم چیزی که عسل مانوکاه، خب یکی از عسل‌های خوب دنیاست که میگن عسل خام، خیلی هم گرونه، شیشه‌های کوچیک انقدی، شاید 150 گرمی، شاید 500 600 هزار تومانه و چیز خام و چیز خوب گرونه. گوشت نسبت مثلا به پاستا گرون‌تره. خب حتی این باز یه شایعه است، من دیدم که چند وقت پیش یه نفر یه مقایسه خیلی خوبی کرده بود، چون غذا گرونه، چون که جون آدمیزاد گرونه، اگر که شما جونتون ارزونه نمیتونید غذای ارزون بخورید، ولی هزینه‌ای که شما بابت غذا می‌کنی، شما یه هزینه‌ای باید بپردازید. خب مثلا به فرض 100 هزار تومان در ماه، به فرض یه عدد، باید در ماه بپردازید بابت سلامتی غذای خودتون. حالا میتونید اینو بگیم غذای ارزون می‌خرم 20 هزار تومان میدم پاستا و برنج و اینجور چیزا چون اینا ارزان‌تره نسبت به گوشت، خب و 80 هزار تومن بقیه رو خرج دکتر میکنم، یا اینکه بگید نه من این 100 هزار تومن رو تمامشو گوشت میخرم، کمتر دیگه خرج دکتر کمتر میشه. آره در هر صورت شما باید این 100 هزار تومن رو خرج بکنید. درست. مثلا اینکه به کی میدینش، به دکتر میدینش یا به به قصابی میدینش؟ قصابی میدین. آره بسیار حرف زیبایی، خیلی دست در نکنه، من دیگه وقتم داره تمام میشه، خیلی دست در نکنه که پذیرفتی. نه عزیزم خیلی استفاده بردم، سیرم نمیشم از صحبت، فقط من مشکلم محدودیت زمانی که اینجا دارم،
وگرنه میتونستیم یه 2 ساعت دیگه هم گمون کنم صحبت بکنیم و حتما حتما در آینده نزدیک باز هم با هم صحبت میکنیم دیگه. باعث افتخار منه. خیلی لطف کردید. شما وقت شما بخیر. سالم باشین. قربان.